بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید، تعطیلات آخر هفته بهتون خوش گذشته باشه و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم یا بتونیم اوقات بهتری برای خودمون بسازیم. امروز دوشنبه هست، 25 آوریل سال 2016 میلادی، برابر با 6 اردیبهشت ماه 1395. همین اول برنامه از شما خواهش کنم که اگر از برنامه ها استفاده می کنید لطف کنید تلویزیون مردم رو هم حمایت کنید. اگر از لحاظ مالی وضعتون خوب نیست، اقلا از لحاظ معنوی حمایت کنید، به دوستانتون ویدیوهای ما رو، وبسایت ما رو، فیسبوک ما رو ارسال کنید تا به اصطلاح اونها هم با من و شما همراه باشند. خب اینجا نوشته بودم حمایت و ارسال ویدیو به دوستان رو همین اول کار بگو. چقدر خوب آدم برای خودش یادداشت بنویسه. اینا میگن note to myself یا note to me، یادداشت به خودم، بعد اجراش میکنن. من دیشب آخر شب وقتی که دیگه همه چی رو خاموش کرده بودم میخواستم برم، یه دفعه یادم افتاد که یک کاری رو باید امروز انجام بدم و اگر این رو برای خودم یادداشت نذارم تا صبح هی نگرانم و میخوام به خودم، یعنی فکرم رو میخوام توی شب همینجوری بیدار نگه دارم. زنگ زدم به تلفن تلویزیون مردم، برای خودم پیغام گذاشتم که سربی عزیز و مهربان، صبحت بخیر، این کار رو انجام بده. صبح تا آمدن دم یه پیام دارم گوش دادم، دم خودم هستم. خیلی هم خوشحال شدم که این کار کردم و دیگه دیشب به فکرش نبودم. بذارید من ببینم این نور ما امروز اینجا یه کمی هوا ابریه. هوای ابری دوستان بهترین نور برای عکاسی و ویدیو گرفتن، برای که سایه نمیندازه، ولی از طرفی باید وارد باشید که نور رو یه جوری تنظیم کنید. در صورت اگر اشکالی میبینید به بزرگی خودتون ببخشید، اگر هم نبخشیدید هیچ اشکالی نداره. ما اینقدر آدم ها هستن که از اون دلخورن، نبخشیدن، شما هم برین توی لیست اونها. و اما یک تبلیغی بود اون وقتا، نمیدونم مال شاب لورنس بود، تلویزیون بلر بود، چی بود، میگفت، البته این شعر بوده که گذاشته بودن شروع، میگفت با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 جلوه تماشا کنم تو را. این ماجرای ما ایرانی ها، مخصوصا تلویزیون های ایرانی، مخصوصا تلویزیون های ایرانی خارج از ایران، خودش شده همین ماجرای این شعر، با 100,000 جلوه برون آمدی که من، شاید اولش هم باید یه توی بذارن، تو با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. اگر 100,000 تام چشم و گوش داشته باشیم باز کم داریم، چون شوخی نداریم. یه عده آدم بیکار حالا یا یه حقوقی از سوشال میگیرن، یا مثل بنده قبلا که کار کردیم پول خوبی ساختیم، حالا آمدیم یه کار دیگه ای ویدیوگرافی میکنیم به عنوان عشق علاقه مون، کار تلویزیون هم چی میکنیم، از جیبمون هم یه پولی میذاریم روش. در هر صورت وضع مالیمون خوبه و اقلا از این لحاظ باید خوشحال باشیم، ولی وضعیت اقتصاد، وضعیت اجتماعی و سیاسیمون بده. چرا؟ من اولا دیروز با آقای عزیزان تماس گرفتم، گفتم که من چون میخوام درباره خبری که شما فرستادی صحبت کنم، درباره هنوز آقای صبری حسن پور صحبت کنم، بعد مقاله‌ای که آقای سیروس ملکوتی در این مورد نوشتن میخوام صحبت کنم. من روشم اینه که هر وقت میخوام با یک کسی، یعنی مقاله یک کسی، نوشته یک کسی رو، ویدیو یک کسی رو مورد انتقاد قرار بدم، یه ایمیلی، یه فیسبوک پیامی براشون میفرستم که آقا خانم فردا شما رو میز تشریح هستید، اگه میخواین خودتونم تشریف بیارید و اینها. آقای ملکوتی گفت که این مسئله چون هنوز، نوشتاشو براتون میخونم، اصلا نشون میدم که من هیچ وقت به اصطلاح چیزی رو اشتباهی تفسیر نکرده باشم، نقل قول نکرده باشم، میخواد زنگ بزنه یا بستر رو میذاره و میره. خلاصه
آقای عزیزان روزای آخر مدرسه و درسش هست، داره دانشگاه میره، امیدواریم موفق باشه. یه چند روز دیگه فارغ التحصیل میشه، امیدواریم بیاد جشنش هم در تلویزیون مردم بگیره. حالا یک گریزی بزنم به این مسئله. عزیزان میگه بابا من هرچی هم این ور اونور چی مینویسم، وبسایت خودم رو دارم، تلویزیون آزاد خودم رو دارم، اصلا اسم تلویزیونش آزاده. این روز هم تلویزیون که میدونید چیه، هر کسی یه کامپیوتر میگیره، یه وبسایتی هم میگیره، میشه تلویزیون. معنی این که تلویزیون نمیدونم ثابت فلان و این چیزا اینجوری نیست، ثابت پاسا بوده کی بوده، یا تلویزیون ملی ایران یا تلویزیون فلان مایه 70,000 دلاری نیست، اسمش تلویزیونه. یک شما تلفن که میخری میتونی بری بشینی کنار اتاقت برای خود تلویزیون را بندازی. میگه که من با همه این نوشته ها و فعالیت سیاسی و حقوق بشری و اینها هنوز مردم من رو به عنوان عزیزان تلویزیون مردم میشناسن. گفتم خب اشکالی نداره، من 20 ساله دارم این کار رو انجام میدم، کم کم داره میشه 20 سال، 19 سال، 18 سال، و 2 سال در تلویزیون رنگارنگ بودم، اصلا قبلش تو رادیو و تلویزیون دیگه ای بودم، بعد از اینم 15-16 سال تو این تلویزیون و تلویزیون ما، ولی خیلی ها سوربی رو با تلویزیون رنگارنگ میشناسن. عیبی نداره، برای که مردم اینجوری نشون میکنن که کی چجوری یادمون باشه. در صورت برگردیم به آقای عزیزان، گفت من امروز اون ساعتی که تو برنامه داری مدرسه دارم و نمیتونم، ولی سعی میکنم درباره این چیزی که نوشتم، درباره بعد اتفاقاتی که افتاده، صحبتایی که یه همشهری ما داریم، نمیدونم بهزاد محسن چیچی عقب افتاده با این آقای شهشهانی معتاد، اون میگه اون میدوزه، چی میگن مثل معتادا دیدین که وقتی دوا میکشن اونم وای میسه بغل دستش به هم دیگه میدن، یعنی دلشون نمیخواد تنهایی برن تو چا، میخوان یکی دیگر هم با خودشون بکشن. در اصل حال اینم یه آدم جوانی احمقی که یه مدت افتاده بود دنبال فخراوه، بعد همه جا رو دور زده، آخر رفته افتاده تو این سوراخ آقای شهشهانی معتاد. دوستان ببینید اگه ایشون معتاد نیست بره شکایت منو بکنه تا من بیام تو دادگاه بگم آقا چقدر دیدم این سیخ و سنگ کشیده، چقدر دیدم تریاک کشیده، چقدر دیدم حشیش کشیده، حالا اگه معتاد نیست کاغذ بیاره آزمایش ادرار، بعد بهش تبریک میگم. ولی شما جلو من نشستی کشیدی خوردی انداختی بالا با چایی، من میدونم شما معتاد هستی. در هر صورت شهرانی معتاد و این آقا نشستن صحبت کردن، اصلا بدونی که ببینن من چی گفتم. من گفتم آقای صبری حسن‌پور این خبر، این روزنامه نمیدونم جهان نیوز فلان، نشریه جهان نیوز که اونم نمیدونیم کیه. یکی از مشکلات ما همینه که هیچ کدوم از اینا نمیگن ما کی هستیم. برای آقای ملکوتی گفتم که من امروز برنامه دارم، میخوای بیا صحبت کنی چون من میخوام انتقاد کنم. ایشون گفت که هنوز این در مراحل مقدماتی از این خبر و بهتر صبر کنی. شما گوش کنید دوستان، ایشون اینو میگه ولی قبلش رفته یه مقاله نوشته کامل که اون خبر ربوده شدن دروغه چون شواهدی در دست نیست. ای بابا آقای سیروس ملکوتی دوست عزیز، یعنی شما میخواید مثلا اگه جمهوری اسلامی آمده یه نفر رو دزدیده برده به شما زنگ بزنه بگه آقای ملکوتی ساعت چنده تو آلمان تو برلین، ما آقای حسن‌پور رو توی ترکیه ساعت فلان از فلان بردیم، ضمناً مسیرمون هم اینه. راستی حالا شما اگه خواب هستی ما برات یه رسید میذاریم که ما این رو بردیم که شما بتونی این رو به عنوان مدرک، اویدنس، شاهد استفاده کنی. اگر شما به اندازه کافی این مسئله، این موضوع، این داستان هنوز پیش نرفته که شما به عنوان یک ژورنالیست متعهد دربارش صحبت کنید، این نوشتنا چیه؟ بعد تازه شما نوشتید واقعیت. من فکر میکنم شما هنوز تفاوت واقعیت با حقیقت رو نمیدونید. حالا بذارید من براتون یه بار دیگه بگم، این رو بارها آقای شبستری هم تو برنامهاش توضیح داده. من و شما سر یه چهارراهی توی برلین، همون جایی که باغ وحش هست و نمیدونم موزه هست و اون کلیسایی که نصفش خراب هست و اینها هست، وایسادیم. یه قطاری از خط خارج میشه میاد میزنه به یه اتوبوس. این واقعیت. من و شما چون اونجا بودیم خبرنگار رادیو تلویزیون میاد میگه شما صحنه رو دیدید؟ میگم بله. از اینجا این اومد زد به این. این حقیقت من،
حقیقت من از این واقعیت، واقعیت اون چیزی که اتفاق افتاده، حقیقت اون چیزی که من میگم. حالا میان اون ور خیابون، حقیقت رو از زبان شما میشنوم. شما هیچ سوء نیتی نداری، ولی حقیقتی که شما میگی با حقیقتی که من میگم با واقعیت اصلا فرق میکنه. اون چیزی هم که من گفتم با واقعیت فرق میکنه. ولی ببینید آقای ملکوتی چی نوشته، اگه بتونم اینا رو به موقع پیدا کنم. اولا آقای ملکوتی عزیز، شما در صفحتون، در صفحه فیسبوکتون نوشتید که سیروس ملکوتی، بذارید باز اینو نشون بدم که من همه چی با مدرک باشه. یه وقتی دوستان اگه میخوان گله کنن، آها راجع به گله بگم، حتی من امروز باز برای ایشون نوشتم، چون دیروز نوشتم اگر تصمیمت عوض شد خواستی بیای خوشحال میشم، ولی نه تا حالا چیزی نگفتی، من امروز درباره شما انتقاد میکنم، امیدوارم تحمل انتقاد داشته باشی. مثل اون کورعلی که توی باستون با پول جمهوری اسلامی تلویزیون راه انداخته، بله اونم میتونه به شکایت کنه تا من ثابت کنم پول جمهوری اسلامی. نباشید که آقا یه خبری رو درباره آقای شهبازی گفت، محلش دروغ، به جای واشنگتن گفت کالیفرنیا. آقای شهبازی تو گس استیشن کار میکرد، اینا گفتن محتاج از این و اون به اصطلاح کمک میگیره، اونم دروغ. ما گفتیم هم اون هم آقای سیامک زند، که البته آقای سیامک زند بعدن مثل که نمیدونم حالا یا به اشتباهش پی برد یا هرچی، به جایی که بیان بگن آقا ما اشتباه کردیم، عذر میخوام، از سوربی ممنونیم که این خبر رو درست گفت، برداشتن حمله کردن. بعد تازه همون کورعلی هم میاد میگه که به گفته آقای شهشهانی، احمق خودت که به من 10 بار گفتی که این شهشهانی و معتادای دیگه همون بهتر که توی اون تلویزیون باشن. در صورت آقای ملکوتی، امیدوارم شما، من 2-3 بار با شما صحبت کردم، امیدوارم نشون بدید که ژورنالیست واقعی هستید، خبرنگارید، فرهیخته هستید و تحمل انتقاد رو دارید و اگه یه چیزی مینویسید پاش وای میسید. بیاین بریم صفحه آقای سیروس ملکوتی رو با هم نگاه کنیم و ببینیم دوستان که اصلا مشکلات ما یکی و دوتا و اینو دزدیدن یا این خودش رفته ایران نیست. یه نفر حرف خوبی زد، این آقای پرچیزاده، گفت که آقا اصلا هر جوری این رفته باشه الان ایشون یا گم شده یا دزدیدنش، بیاین در این مورد صحبت کنید. شمایی که نمیدونید واقعیت چیه، شمایی که نمیدونید واقعیت چیه، چه حقیقتی رو میتونید بگید؟ ببینید دوستان، آقای سیروس ملکوتی تا اونجایی که من میدونم ایشون هنرمندی هست که اهل موزیک و اینها هم هست، اگه اشتباه نکنم گیتاری هم میزنه و اگه اشتباه نکنم گیتار فلامینگو هم میزنه چون ناخوناش بلنده. درست میگم آقای ملکوتی؟ اگه اشتباه کردم شما من رو تصحیح کنید. بذارید صفحه رو برای شما دوستان بزرگتر کنم و ببینید والا بلا اینها فاجعه است. یعنی فکر نکنید بگید آقا این سربی هم ملا لغتی شده. ببینید آقای سیروس ملکوتی، ماشاءالله خیلی هم قیافه خوب، نوشته work at journalist. آقا work at مثلا رادیو فلان، work at تلویزیون فلان، work at دوچه وله، شغل چیه؟ What's your job? What you do for living? اون جورنالیسته. حالا نوشته work at journalist. Studied at Berlin University of the Art. ایشون دانشگاه برلین رشته هنر داشتیم تو ایران، هنرهای زیبا بود، دانشکده فرهنگ و هنر بود، چی بود؟ می رفتن آقای خانسان، خانم شوره آسمی هم از ایران فارغ التحصیل شده، بعد رشته بازیگری و نمایش و هنرپیشگی و اینها. مشکل ما اینه، ما بدونی که بدونیم، بدونی که توجه کنیم، در هر صورت work at journalist، نه آقا work at مثلا مردم تیوی. شغل چیه؟ تیوی پرودوسر، تهیه کننده برنامه، مجری تلویزیون. کل این ماجرا غلطه. حالا ایشون با همه این مشهوریتش 783 نفر به اصطلاح ایشون رو توی فیسبوک دنبال میکنن. اوکی؟ حالا آمدن اینجا نوشتن، بریم پایین مقاله رو بخونیم ببینیم چی نوشتن اون روز. نگاهی پیرامون واقعیت. دوستان آقای ملکوتی،
تو رو به هر کی دوست داری دقت کن، واقعیت یعنی شما بودی، شما جزوی از این بودی، شما چون نبودی واقعیت رو نمیدونی. نگاهی ببخشید نکاتی پیرامون واقعیت دستگیری و دروغ ربوده شدن صبری حسنپور. آقا شما از کجا مطمئنید که این دروغه؟ چند درصد مطمئنی؟ شما که دنبال شواهدی میگردی و مدارکی که دال بر این باشه که ایشون رو دزدیدن و چون نیست میگی این دروغه، شما شواهد و مدارک رو بیار دال بر دروغ بودن این نداری. داستان و روایت دروغین ربوده شدن صبری حسنپور از ترکیه از آنجا شروع می شود که وبسایت رادیو فردا به مثابه یک پایگاه خبری معتبر به نقل از یک منبع خودساخته تحت عنوان حقوق انسانی و اولیه بشر. شما می شناسید اینو؟ شما تماس گرفتید با اون؟ بعد ضمناً رادیو فردا به مثابه یک پایگاه خبری معتبر. آخه نوشته شما زد و نقیزه. اول جمله میگید این پایگاه معتبره، یعنی شما بهش اعتبار میدید، شما به خبرهاش استناد میکنید برای که اینها رو قبول دارید که اگه آمده این رو نوشته، اونها رفتن زنگ زدن به عزیزان، عزیزان بهشون گفته که آقا من مثلا با خانواده این تماس گرفتم، آقا من توی ترکیه زندگی کردم، میدونم همون کاری که من کردم، زنگ زدم به عزیزان و عزیزان گفت اینجوری. با همه اینها من گفتم آقای عزیزان میگه، رادیو فردا هم درست داره میگه، رادیو فردا هم میگه به گفته این، ولی شما اینجا گاف دادی. چرا؟ برای که چیزی نمیدونستی از این ماجرا، ولی میخواستی یه سهمی داشته باشی، یه چیزی نوشته باشی اینجا این 783 نفر رو فعلا مشغول کنی. آقا شما چه کار کردی؟ آیا از منزلتون، از اتاقتون در برلین بلند شدید رفتید ترکیه، رفتید ایران، رفتید حتی یه تلفن بزنید بیاین بگید چه کار کردی؟ حالا ببینیم دنباله مقاله که متعلق به یک شخص به نام فضائل عزیزان است، منبع خودساخته. اگه دارید میگید که به متعلق به فضائل عزیزان، اینجا کشور آزادیه، پس این مدیرشه، این به ثبت رسونده، این وبسایت داره، این داره مخارجش میده، پس همچین هم که شما میگید خودساخته و فلان نیست. و یعنی چی خودساخته؟ تلویزیونای دیگر رو مثلا خدا ساخته، پیغمبر ساخته، آقای نوریزاده ساخته، امام پیغمبر شما باید قبولش کنید، ولی اینها خود ساخته است؟ آقا نکنید همچین. آقای ملکوتی تو رو خدا این مقاله رو بردارید، دو سه روز استراحت کنید، به قول خودتون بذارید دیگران برن زحمت بکشن خبرها رو بیارن بنویسن، شما چکیده اون خبرها رو به عنوان خبری که خودتون پیرامون واقعیت، این کلمه واقعیت رو ای کاش توی فیسبوک میشد هایلایت کنیم، درشتش کنیم، که نمیذاره و خوبه یه جوری. بله این خبر را منتشر میسازد. این که چه مکانیزمی در وبسایت رادیو فردا موجب این اعتماد بدین نهاد کاغذی و دروغین و آن شخص صاحب امتیاز آن نهاد میگردد، خود پرسشی بسیار پرسش خوبیه. اگه این مقاله یه چیز درست نوشته باشید شما، همینه که باید این رو از رادیو فردا میپرسیدید. رادیو فردا هم میگه ببین این وبسایت داره، اسم داره، شخصی است حقیقی و حقوقی، ما از اون نقل قول کردیم. شما که ژورنالیست هستید به اشتباه نوشتید ورک از ژورنالیست، ورک از ژورنالیست نه ات. البته چون اون ورک اد میشه محل، شما باید بنویسید مثلا ورک اد رادیو فردا، هرچی دوباره توضیح نمیدم. خب شما باز اینجا کم آوردی، رادیو فردا درست کار کرده. خلاصه بله به پایگاه خبری رادیو فردا و فردا من و چند تن دیگر از همکارانم در دلنگرانی از جان یک هموطن و همکار رسانه‌ای وارد عرضه کارزار افشاگری و ایجاد کمپین حمایتی گردیدیم. به ما نشون بدید شما چه کار کردید، به ما نشون بدید که این رو که دیروز شما اینجا گذاشتید 1:16 دقیقه پی ام،
از موقعی که این خبر رو که خبری بوده دروغ از واقعیتی که شما میدونید حقیقی و نمیدونم اینجوری، شما به ما بگید و دوستانتون چه فعالیتی کردید، چه روی فیسبوک، چه توی خیابونها، چه در هلند، چه از لحاظ سازمان و اینها. آقا نکنید، والا بلا بیان برای مردم بشینید گیتار بزنید، شعر بگید، نکنید این کارو. آقای ملکوتی من نمیدونم به شما، دیروز مثلا از ایشون پرسیدم شما هنوز برنامه دارید؟ خب آقای ملکوتی کسی که میپرسه یعنی من برنامه شما رو نمیبینم. اگه برنامه دارید شما باید بگید بله این لینکشه، در این تلویزیون هستم، اونجا هستم. یه سری برنامه خیلی هم خوب بود، خیلی خودمونی، یه نفر می آوردی می نشستی صحبت می کردی. اون کار تیوی هسته، اون کار انکره، اون کار برنامه سازه. این که شما ژورنالیستی، شما باید از خونت بلند شی بری ریپورتر باشی، خبرساز باشی، خبرنگار باشی، خبرگزار باشی. آخرین باری که قلم و کاغذ برداشتی رفتی توی کوچه های ترکیه کی بود آقای ملکوتی عزیز نازنین؟ آخرین باری که رفتی تو کوچه های برلین کی بود؟ چه خبر دست اولی شما به ما دادی؟ خب همکارانم در نگرانی. باز نشر این خبر از سوی ما که تا حدودی از اعتماد مردمی برخوردار بودیم، ببینید برای خودشون میخوان کردیت. آقا کدوم مردم، کدوم اعتبار؟ یعنی شما جزء چوپانان دروغگو نیستید؟ یه خبری رو بنویسید تا 100 تا بیاریم برات بنویسیم که شما این چیزی که گفتی اشتباهه. خود موجب گستره این خبر جعلی گردید. بسیار ممنون. یعنی چی دوستان؟ کسی که ادعا میکنه ژورنالیسته، کسی که ادعا میکنه مردم بهش اعتماد دارن، کسی که دیروز بعد از چند روز به من میگه این جریان هنوز در مراحل مقدماتیه، میگه ما اون خبر دروغ رو شنیدیم رفتیم و نشرش کردیم، مردم هم بهش اعتبار دادن. آقا بیا جلو ببینم، بیا آقای ملکوتی چه کار کردن مردم. آقای اوسانلو هم برداشت نوشت من کد شجره رو گرفتم از زندان، شجره مریض نیست، شجره دستگیرش کردن. چه کار کردن؟ کدوم مردم به شما اعتماد کردن که شما وقتی خبر حسن پور رو پخش کردی ریختن زندان ایران رو شکستند و آوردنش بیرون؟ آقا بشینید، اون وقتا میگفتن تو رو خدا جلو خودتون بلند نشید، بشینید بابا. همون برنامه های دوستانه یه میزیر بذارید اینجوری هم بشینید قشنگ. خب بگو ببینم شما وقتی با شوهر خواهرت رفتی همدان بعد چی شد؟ دعواتون شد؟ چی شد؟ سر پول عرق بود؟ اون برنامه ها خیلی خوبه، حقیقت شماست از واقعیتی که اون داره میگه. این چیه نوشتی؟ نیومدی چون تیزهوشی، میدونستی که من امروز صندلی رو آماده کردم که شما بیای بشینی اینجا در حضور مردم ازت سوال کنم. این چی آقا نوشتی؟ چون مردم به ما اعتبار دارند گستره کردیم این خبر رو، گسترش دادیم. آقا اول شما باید بری خبر رو تایید کنی، بعدن با دو سه تای دیگه این ور اون ور تاکید که شد، درست که شد، حتمی که شد، بیای پخش کنی. تازه بازم باید راه گریزی بذاری طبق این سند، طبق این آقا، طبق مصاحبه با این، طبق منابع موثق ما. هنوزم اگر مایل بودید تماس بگیرید، اگه من اشتباه کردم خوشحال میشم شما بیان بگین سوربی اصلا اشتباه میکنه، اینجوری نیست که. یا برید بشینید بغل لسون آقای شهشهانی، نمیدونم شما هم اهل تریاک مریاکی هستید یا نیستید، اب نداره، آزادیه. من یکی از اوناییم که باور دارم تریاک، هروئین، همه چی باید آزاد باشه و اگه آزادش کنن اتفاقاتی مثل اوهایو نمیفته که این قاچاقچی‌ها اینجور الان کلرادو دارن میکشن، همه دولت هم داره تکسشو میگیره، مالیاتشو میگیره. ولی تو رو به نمیدونم، من آخه به خدا باور ندارم که به شما بگم تو رو به خدا، تو رو به شرفتون اگه دارید نکنید این کارو. یا بیاین بگید آقا رادیو فردا اینو گفت، عزیزان اینو گفت، ولی من فکر میکنم اینجوری باشه چون شما هم دلیلی نداری که این رفته ایران. این آقا عکسش هم گرفتن، پارسال هم رفته ترکیه با خواهرش تو میدون ترکیه. همون آقای عزیزان امروز نوشته مجاهدین. ببین من وقتی میگم میارم اون قسمت نوشته عزیزان رو رفع سلب مسئولیت میکنم،
بگم اینها عزیزان نوشته و رو فیسبوکی من خوندم مجاهدین نمیتونن بیان منو سو کنن. البته انقدر احمقان میتونن بیان تهمت بزنن و مثل اون پسر عقب افتاده اسمش هم یادم رفته، بهزاد محسن نمیدونم چی، همین که رفته بود دنبال چیز آمده نیم ساعت برنامه گذاشته. خب شما دوتام که از تو اتاق نشستید مثل من بی خبر، حالا عزیزان اقلا میگه من دو نفر رو میشناسم. من یه تلفنی تلفن نه با فیسبوک تماس گرفتم با یه کسی که تو ایران چیز داره، گفت آقا این اصلا مهره ای نیست و گرفتنشو پنجشنبه چشمشو باز میکنن، یعنی اون حتی میدونه که چشمش بسته. اصلا چرا اینجوری بگم؟ آقای زاکری بود، محمد رضا زاکری حالا شادم اونم مثلا نمیدونم اگه رابطه داره، خب پس این وزارت اطلاعات خیلی بیغه که اینها میان بیرون، اون آقای رضا کحلیلی اونجوری هر روز تماس میگیره، این آقای محمد رضا زاکری اونجوری تماس میگیره، آقای شاهین ترکمان اونجوری تماس میگیره. خب پس وزارت اطلاعات اصلا باید یه وزارت اطلاعاتی بذاره برای کنترل خودشونیا. در صورت آقای ملکوتی من یکی دو بار نوشته های شما، برنامه های شما رو دیدم، برنامه هاتون دیدم خیلی خودمونیه، برنامه قشنگ و خوبی بود، به خاطر همینم بود گفتم شما هنوزم برنامه دارید، چون دیگه به دست من لینکاش نمیرسه بمانه. در روایت پردازی دستگیری و یا ربودنش از ترکیه، برخی از شخصیت های معتبر و یا مورد توجه اهل سیاست با سندی تصویری میخواهند به ما بقبولانند که او در ترکیه به دیدار خواهرش رفته، تصویری که متعلق به یک سال پیش بوده. آقا این آقای چیز اون زیر نوشته ایشون سال گذشته هم تاریخ گذاشته رفته ترکیه. کدوم معتبر میخوان به شما چی رو بقبولونن؟ چرا خودتون اصلا به این نمیگن مالی خولیا؟ واقعا برای خودمون رو بزرگ کنیم. آیا من و شما هم مثل شاه نشدیم؟ فکر میکنیم همه مامورن، فکر میکنیم همه مزدورن، فکر میکنیم همه دسیسه بر علیه ما چیدن، اون وقت 61 سالگی دق میکنه میمیره. حالا شما هنرمندی، یه پناهگاهی داری، میری یه گیتاری میزنی، یه شعری میخونی و اینها، یه کمی ریلکس میشی، ولی این کارا چیه؟ آمدن به ما گفتند و ما فاور کردیم. حالا چی کار کردید اون روز؟ تالا بیان شما این 5 روزی که این بنده خدا خبرش پخش شده یا اون عقب افتاده میگه، حالا میگه که فیسبوک صبری حسنپور دست سربیه. ببین چقدر احمقه آقا. خانم جلو شما من الان میزنم این فیسبوک صبری حسنپور رو میارم بازه. اولا این بنده خدا هم 3-4 تا فیسبوک داره، اون یکی که مال کانون بوده هرچی بوده بسته، حالا یا مجبورش کردن ببنده یا چون میخواسته بره ایران بسته. ببینید دوستان، این صبری حسنپور 3-4 تا داره، یکیش نوشته صبری حسنپور شیراز. ببینید همین الان هر کس از هر جایی میتونه بیاد اینجا بنویسه، بیا من مینویسم مردم تیوی دات کام. آخه یکی به اون احمق بگه بابا جون این 842 نفر روی این وبسایت، روی این فیسبوک دنبال این هستن، منی که بیش از 13,000 نفر روی دو تا فیسبوک هم هست احتیاجی به این ندارم. من آمدم فقط برای مردم نوشتم که اگر کسی روزانه میاد برنامه های صبری حسنپور رو نگاه میکنه، حالا هم دیده باشه که آقا اینها خبر روبود شدن این. اون آقا هم که این چیزو نوشته بود آقای حمید نوبرانی بود که نوشته دوستان با عکسی از ترکیه میخواهند به ما بقبولانند. آقا مجبور نیستی قبول کنی، شما ژورنالیستی، you work as journalist، برو دنبالش خودت تحقیق کن. ببینید دوستان، این آقای حمید نوبرانی نوشته که خبر ربود شدن آقای صبری حسنپور مدیر شبکه اینترنتی سیمای رهایی از ترکیه و انتقال به ایران طی تماس تلفنی. آقا تماس تلفنی با اقوام ایشان، دیگه چه مدرکی شما میخوان؟ عکس گونی که گرفتن انداختن داخلش برای شما بفرستن روش هم نوشته باشن شکستنی است؟
در ایران مورد تایید قرار گرفت. دوست آزادی خواهان آقای صبری حسنپور امروزه تحت فشارهای هولناک قرار دارند و اگر در آینده مصاحبه از ایشان در این شرایط عقص شود کوچکترین ارزشی ندارد. آفرین، این مردم آماده کرده که اگه فردا دیدی آقای حسنپور آمده نشسته جلو تلویزیون جمهوری اسلامی میگه که من چنین کردم و چنان کردم، این اونجا به خاطر کتکی، زوری، جبری چیزی هست. خب حالا یه نفر اومده اینجا، خانمی یا آقای به نام خانمه فریا سلیمی، نوشته یک پناهنده سیاسی ایرانی در ترکیه ربوده شده است. یه دوستی دیگه همین آقای عقب افتاده شیرازی ما، محسن بهزاد کریمی، نوشته ننویسید پناهنده، ایشان یک ایرانی هلندی بودن. این احمق هنوز تفاوت پناهجو، پناهنده، مقیم، شهروند رو نمیدونه. این محسن بهزاد کریمی، کسی که دنبال کون فخرآور چند مدت دماغش رو قهوه‌ای کرده بود، هنوز نمیفهمه که من اگر 30 سال اینجا بمونم، پاسپورت آمریکایی نداشته باشم و به صورت پناهنده، نه اسایلم رفیوجی، به اصطلاح پناهجو، اگر رفیوجی شده باشم، پناهنده قبول شده باشم، من یک پناهنده هستم که اقامت دائم گرفتم. زمانی که میرم اون شهروندی اینجا رو قبول میکنم، پاسپورت آمریکایی میگیرم، من یک پناهجوی آلمان بودم که پناهنده آمریکا شدم، حالا اینجا شهروند آمریکا هستم. حالا ببینید اینا هستن دوستان و من و شما بیچاره. من آمدم یه چیزی نوشتم، حالا ببینیم آقای ملکوتی هم مثل اون کورالی مال بوستون میره ارعر میکنه. ببخشید میگم مثل اون، چون اون ارعر میکنه یا میاد خیلی منطقی میگه بابا سوربی اینجا درست نوشت، اینجا من تفاوت واقعیت با حقیقت اشتباه کردم. بفرمایید اینجا کامرای دو. من نوشتم که وقتی فرهیختگان، ایشون رو من یکی از فرهیختگان جامعه ایرانی میدونم، حالا بعدا سوال در موردش که آقا اگه فرهیخته هستی چرا می‌نویسی ورک از جورنالیست، که فرهیختگان تفاوت واقعیت و حقیقت را نمیدانند، بیچاره من و شما که باید تفسیرهای این دوستان را باور کنیم. امروز در برنامه درباره صبری حسنپور عزیزان و آقای ملکوتی صحبت خواهد کرد. اون نوشتش هم گذاشتم که اگر یکی ورداره عکس عوض کنه، ما رو بلاک کنن فلان، باشن اینها. شما یه چیزی رو که مینویسید میمونه اونجا. بله شما میتونید یه چیزی رو بنویسی امروز، فردا بیای بگی سوربی اونی که من گذاشته بودم و شما عکسش گرفتی و نوشته رو کپی و پیست کردی، اونو من ورداشتم، پس گرفتم، اشتباه بود. در صورت آقای ملکوتی به نظر من شما اینجا گاف دادی یا اشتباه کردی. این از و اما سیروس ملکوتی، ماجرای صبری حسنپور، تلویزیون من و تو شواهدی بر ربوت شدن نیست، مجاهدین لو دادن. مجاهدین لو دادن و آقای عزیزان گفته، باز هم برای که ما کاملا مدرک داشته باشیم، یعنی به شما نشون میدیم عزیزان فضائل، میبریم اینجا. ببینید اینم وبسایت فیسبوک. آقا اینقدر مجانی ما برای همه این دوستان تبلیغ میکنیم، حالا اگه یکی از اینا جرأت داشتن اسمی از ما بیارن بفهم، برای که ما حراسی نداریم از هیچ کسی. صبری حسنپور در بند رژیم است. 8 سال است که به مانند میلیون ها ایرانی به دور از وطن و خانواده در فلان. این نه آقای عزیزان، میخواستم اون قسمتی که شما نوشتید مجاهدین رو، به اصطلاح مجاهدین این رو رو بودن، این رو گزارش دادن، اون رو بفرستید. اصلا برای من فرستاده بودن بود، ولی اینجا نمیبینم رو وبسایت خودشون. این هم آقای عزیزان که فکر کنم ازدواج کرده، این هم همسرشون. آها بله، ببینید دوستان اینها، یکم صبر کنی، گو گر صبر کنی زغوره حلوا سازم. اینجاست recent stories، جدیدن اینو 4 ساعت قبل گذاشته فضائل عزیزان، نوشته مجاهدین در لو دادن مکان صبری حسنپور در استانبول نقش داشتند.
در واقع سازمان مجاهدین یکی از منتقدین خود را به قربانگاه رژیم فرستاد. از دید مجاهدین هدف وسیله را توجیه می کند. منتقد باید حذف شود به هر وسیله ممکن، حتی به قیمت همکاری مقطعی با رژیم. امروز در مورد نحوه ربوت شدن صبری حسن‌پور برنامه ویژه‌ای در تلویزیون آزاد خواهم داشت. لینک برنامه در همین صفحه فیسبوک قرار خواهد گرفت که من بهشون گفتم برای منم لینکشو بفرست، اگر وقت داشته باشیم تو تلویزیون مردم هم پخش میکنیم. این هم از این ماجرا. آقای ملکوتی ناراحت که نشدی؟ نه، من به عنوان یه انسان ممکنه اشتباه کنم، برداشتم غلط باشه از نوشته‌های شما، اصلا غلط و غلوط بخونم. شما بیا بگو سوربی این اینجوری نیست، واقعیت اینه که من گفتم، من رفتم اینجا تحقیق کردم، اینجا تحقیق کردم، اینجا تحقیق کردم. آقا اینجوری که معلوم شد شما هم نشستی تو خونه از این ور از اون ور، اون چیزی که به نظرت بهتر میمده نوشتی. شما بگو به نظر من اینجوریه، نه واقعیت و حقیقت و اخبار و من و دیگران که اعتباری داریم در جامعه. آقا شما اعتبار داری در جامعه؟ اعلام کن فردا چه اینو از ترکیه رو بوده باشن، چه اینو تو تهران رفته باشه دستگیر کرده باشن، اعلام کنید شما و تمام اونهایی که بهتون اعتبار دارن، اعلام کنید بیان مردم تو خیابون. دیگه الان نه سیزده بدره، نه عید نوروزه، نه چهارشنبه سوریه، بیان تو خیابون به طرفداری آقای حسن‌پور، نه دعوایی نه صدایی، بشینن وسط خیابون، بیان امتحان کنید، خودتون رو امتحان کنید که حداقل پیش وجدان خودتون بگید آقا سوربی درست گفت، ما امتحان کردیم، کسی به ما چی میگن، حنای ما برای کسی رنگی نداره و بهتر همون گیتار بزنیم، بهتر همون مصاحبه. آقا این مصاحبه خیلی جالبه، یه نفر یه خانم به نام لیلا میلانی که ایشون قبلا هم تو برنامه‌های ما مینوشتن و اینها، من ازشون استفاده می‌کردم برای تهیه برنامه، یه چیزی نوشتن من می‌خونم. مصاحبه من داشتم با دو تا از جدا شدگان آقای فتاحیان، از جدا شدگان مجاهد. البته اینا جدا شدگان مجاهد، اینا میگن ما مجاهدیم و اون مجاهدی که اونجا مونده عوض شده، شده فرقه رجوی. اینم یه بحثیه که من شاید از آقای راستگو بخوام این رو باز کنن که مجاهد واقعی کیه. شماها واقعا از مجاهد بودن بریدید و قطع کردید و جدا شدید، ول کردید، یا شماها هنوز اون فلسفه مجاهد رو دارید و دنبال میکنید و دنبالش هستید و اون رجوی، مریم رجوی و چندتایی که باقی موندن بند خداها در خانه سالمندان اونجا، اونها کسانی هستن که این فرقه شده و اونها متوجه نشدن. در رابطه با چندتایی که موندن، 5 نفر دیگه هم از سازمان مجاهدین جدا شدن. یکی برای من نوشت، منم برای فیسبوک نوشتم، نوشتم خب اینجوری که علی مونده و حوزش، علی اگر آقای رجبی باشه حوزش خانم مریم خانم، علی هم که نیستش، پس حوزش مونده و اینجا همه میتونن برن شنا کنن در این حوز. روزگار غریبیست نازنی. خب بسته پستی صدای مشکوک، من دیروز با یک کسی صحبت کردم، من یک تار 9 سیمه دارم. میدونید تار ایرانی 6 تا سیم داره، ماجرایی هستیم ما ایرانی ها، 2 تار داریم، 3 تار داریم، تنبور داریم، تار داریم، تار 9 سیمه داریم، تار 12 سیمه داریم، بهش میگیم ستار، 4 تا سیم داره، 4 تا تار. در هر صورت یه دوستی وقتی که فهمید، من اینو نشون بدم اگه کسی مایله اینجا بخره، حالا چرا من به جایی که پست کنم برای اون میخوام اینجا بفروشمش، براتون میگم انقدر ماجراها اتفاق میفته تو 2-3 روز که آدم باورش نمیشه. وقتی که این دوستمون آذری هم هست و فکر کنم از ساز و آهنگ و اینها هم چیزی میدونه، چون برای من گاهی وقتی میفرسته موزیکای خیلی قشنگ، متوجه شد که من این ساز آقای محمد امان رو سالها پیش، سال 2001، همون موقعی که بهبویه این سپتامبر 11 شده بود و اذیت میکردن و سگه میمد این تار رو بو میکرد، چون بوی پوست میداد مشکوک میشد، میگرفتن تار رو پاره میکردن و فلان، اینها
این بنده خدا به من گفت که آقای سوری من میرم کانادا و میرم اینور بر اذیتم میکنن، این تار و ستار، چون تو هم اون موقع تار میزدم من، چون تار میزنی اینو اینجا داشته باش، اینا مال حیدر تاری هست و تار خوبی و اینها. ما گرفتیم اون تار شش ایرانیشی که خودمون میزدیم و اینا، بعدی هم که دیگه ترک کردیم رفتیم خوابیدیم بیمارستان، تار زدن رو ترک کردیم، دادیم به یکی از دوستان، یه دکتری هست که هر وقت هم منو میبینه میگه آقا دست درد نکنه عجب تاری، ولی این تار هی در تاری بذارید من ببینم اگه داریم حالا نشونتون بدیم، یه تبلیغی هم بشه خدا یا کجا گذاشتی میشه این رو. فکر کنم در یک پوشهی به نام فورسل، چیزایی که برای فروش گاهی وقتی ما میذاریم، لامپی، ویدیویی، چیزی، ببینم هست اینجا یا نیست. بله هستش اتفاقا، بیا من همینجا براتون میذارم که این صدا هم نداشته باشه، که چون موزیک هم میزد، بعد آقای همین دوستمون گفت که این موزیکی که گذاشتی مال این تاره نیست، خب نشون میده بلده بابا دیگه، ببینید اینه، این تار رو آقای محمد امان داد به ما و این 9 تا سیم داره، این از اینایی که میگیرن توی بغلشون بالای زیر چونهشون و اونجوری میزنن، نه مثل ما روی زانو و روی شکم و اینها نمیزنن. خلاصه ما هم اینا رو عکس گرفتیم، اینا تو منزل خودم هست، ازش عکس گرفتم، عکس ها رو به صورت ویدیو اینجا روی پیانو گذاشتم عکس گرفتم، اگر رفلکشن میبینید یا انعکاسش رو میبینید اینه. این تار رو این دوستمون گفت که چند میخوای، گفتم بابا ماجرا این بوده، ولی مهم اینه که من الان براش هرچی بخوام ممکنه شما نداشته باشی، شما هرچی دوست داری بده به تلویزیون مردم، من اینو به شما کادو میدم. آقا من یه کادو میخرم برای شما 1000 دلار، شما توانایی نیست یه شاخه گل میخری 3 دلار، من به تو کادو دادم تو هم به من کادو بده. حالا وقتی همه اینا رو قبول کردیم، دعوا و اینها، تازه رسیدیم به این که خب حالا این زنگوله رو کی ببنده به گردن این گربه، پستش کنیم. امروز صبح دوستان من راه افتادم پستخونه و فدکس و UPS، باورتون میشه، و DHL 453 دلار میخوان که این رو از اینجا بفرستن اروپا. گفتم بابا 453 دلار خودم یه بلیت رفت و برگشت میخرم، این دوستمونم هم خوراک خوب میپزه، هم بالاخره یه صندلی داره ما اونجا روش بخوابیم، میریم هم 2-3 روز خونه اون میمونیم، بعدم برامونم موزیک میزنه و میایم. خلاصه ندادیم به 4 ندارم بدم 453 دلار. اتفاقا این آقا هم که اونجا بود مسلمان فلسطینی بود، اسمش محمود بود، محمود انیس، گفت یعنی دوست، یار، یاور. آخه انیس یه کلمه هم هست مثل یه مشروب، یه چیزی گیاهی هست ازش مشروبم میگیرم. خلاصه بهش گفتم به شوخی بذار من برم بانک خونم رو بذارم گرو، بابتش پولی که گرفتم میام اینو پست میکنم. ورداشتیم این رو با سلام و صلوات آوردیم خونه. حالا اگه کسی اینجا میخواد بخره یه قیمتی ما بگه ما بفروشیم، به این دوستمون بگیم آقا ما اینجا اینو فروختیم شما اونجا یکی بخر، احتمالا نزدیکتر به ایران و به اصطلاح ترکیه و اینها شاید قیمت ها هم بهتر باشه، چون ایشون قرار شد برای من قیمت کنه بفرسه، نرفت دنبالش یا روش نشد و اینها که مثلا بگه اینجا آقا اینقدر نیم. ما بهش گفتیم آقا این اون موقع که من اینو خریدم من کار میکردم برای دولت آمریکا، برای این دولت محلی اینجا، و پول خوبی میساختم برای من اون موقع 1000 دلار و 2000 دلار، اونم برای یه هنرمندی که آمده بود تو گرما، این تلویزیونی که اونجا بود ایرکاندیشن نداشت، صدای تارش در نمیمد، میدونید تار اگر یه جایی باشه که شارژی باشه خودشو وامیده، دیدید اینایی که تنبک میزنن تنبک میبرن میذارن روی حوله گرم، اونی که تار میزنه میذاره یه جایی که رطوبت نباشه. خلاصه 1000 ماجرا داره، ما به غیر از اینکه خودمون انسانهای ایرانی ماجرا داریم اینها ماجرا داره. شما ببینید آمریکایی گیتار رو نمیدونم اون هندیه سیتار رو فلان بیسار اینا ول کردن اومدن یه چیز ساختن، اگر هیچی هم نباشه شما میزنیش به برق الکترونیک گیتار میزنه، یا اون کلاسیک اون چی آگوستیک برات میزنه، ولی ما ایرانی ها دیدی که باد بشینم یه جا باد کولر بهم نخوره، بشینم یه جا گرما بهم نخوره، یه 3 ساعتی هی دینگ 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 میخوان کوکش کنن،
آخرم تا وقتی میخوان کوکش کنن اون به اون چشخور نمیره که آقا تو به من نزدی، تنبکیه میخواد بزرگتر بزنه صداش چی بشه، خواننده میخواد این دوتا رو سرکوب کنه. ای داد بیداد، ای داد بیداد. خب و اما دیروز که برای این دوستمون توضیح میدادم، گفتم بذار من برات یه چیزی بگم. وقتی که من اون سالها توی برنامه تار زدن بودم و با آقای لطفی، با آقای داوودیان، با آقای مج در رفت آمد بودیم و اینها، با آقای بردیا جعفری و اینها، آقای حتی اون جلالی که از کرج آمد اینجا، شهرام میر جلالی اگه اشتباه نکنم، خب خود به خود شما دو تا تار می‌خری، دو تا سنتور می‌خری، هی خوشت میاد بذاری تو خونه که اگه کسی میاد مثلا یه ویالون هم داشته باشه، آقای کشاورزی اومد ویالون بزنه، کابوسی اومد ضرب بزنه، اینها ما دور و برمون کلی وسیله جمع شده بود. یه دوستی هم داشتیم ایران، دانشجوی دندون پزشکی بود، نریمان، بهش گفته بودیم گهگاهی برای ما می‌خرید و پست می‌کرد و میومد و اینها، ما می‌رفتیم اینجا. یه روزی از پستخونه ما زنگ زدن که آقا بلند شو بیا اینجا، یه بسته ای آمده برای شما، ما گذاشتیمش توی ماشین، صدا داده، ترسیدیم یه چیزی بمبی چیزی باشه، برش گردوندیم توی پستخونه، حالا شما بیا اینجا. من خندید، آها اینا رو به من نگفتن، گفتن یه اشکالی داره بیا اینجا. ما گفتیم لابد بستش پاره شده، میخوان حالا مثلا به اون بگن آقا این باکس شکسته، مثلا 30 دلار چقدر بدیم، میخوان چونه بزنه. بلند شدیم رفتیم اونجا، اونجا این داستانو گفتم. بعد من نگاهشون میکردم و مرده گفت که خیلی ساکتی. گفتم اصلا اینجا میگن speechless، گفتم من زبونم بسته شده که شماها میگید ما اینو گذاشتیم تو ماشین، بعد دیدیم خطرناکه درش آوردیم گذاشتیمش اینجا، حالا به منم میگید تا هم بیا اینجا، میخوام هممون با هم منفجر بشیم. بعد این چی بود؟ این ستار بود، دوست ما از ایران، اینو نیومده بود سیماشو شل کنه و سیما رو ببنده، یه بندی، یه تیکه پارچه‌ای ببنده که اینها صدا نده. این ستاره وقتی که اینها گذاشتن زمین، احتمالاً محکم هم زدن زمین، گفت بینگ بینگ بینگ، آخه بم میاد اینجوری برای شما ساز بزنه. خودشون هم کلی شرمنده شدن. بعد گفتم ببینید شما اشکالتون اینه، وقتتون رو صرف این چیزا میکنید، اون وقت اون یکی میره بم میذاره تو خشتکش، اون یکی بم میذاره تو کفشش، ولی شما گیر دادین به کسی. آخه من میام آقای دکتر از ایران پست کنه، اسم و آدرس منو بنویسه که شما منو بشناسید، اونم بشناسید و فلان، بیام من بم منفجر میکنی. اینم سیستم حفاظتی آمریکا. در اصل به دوستم گفتم من فردا، البته ای کاش توی شرایط بهتری برات این رو نوشته بودم، شرایطی که عکس گرفته بودم برات میفرستادم که این رو پست کردم. البته یه عکس، دو سه تا عکس گرفتم، ماشینم این بسته جلوشه توی به اصطلاح جلو فدکس، اجازه بده ببینم میتونم پیداش کنم، و یکیش هم جلو پست آفیس. بله این یکی جلو پست آفیس عکس گرفتم. بله این بسته، میبینید اینجا اون میگیری اینجوری میبری تو پستخونه، 16 دلار ازت میگیرن، یک کارتون میذارن دوره ای. ولی من توی بابل رپ، توی این پلاستیکایی که توش هوا هست پیچیده بودم، باکس و تار و اینها هم اینجاست. ببینید من پست آفیس رو رفتم، اینجا میبینید این نوشته پست، اینجا پست رفتم، بعد آمدم اونا که قربونش برم بدترین سرویس و پست آفیس داره، بعد آمدم رفتم فدکس، اینم فدکس، اون آخری فدکس، اینم فدکس، میبینید اینم آفیس فدکس. اینجا اینجا دیگه گذاشتیمش رو و بردیم و اینجا بود که این دوستمون گفت آقا 453 دلار، بعد تازه میگفت 22 دلار هم بابت قوطی که ما میدیم باید بذاری روش اینها. بعد اون کارتش هم بهش گفتیم خب بنویس روش، وقتی نوشت اینم گرفتیم برای دوستمون که بله این توی شانتلی و گرین برر و 436 دلار میگه باید. گفتیم نه بابا این فکر نمی کنم خودش انقدر بیارزه، درسته که من بیش از 1000 خورده به اون آقای محمد امان پول دادم بابت همین تار، اون یه تار دیگه که 1500 دلار بود، ولی فکر نمی کنم انقدر میارزید. حالا نمیخوایم بگیم آقای محمد امانم از ما
به اصطلاح سوء استفاده کرد. خب ایشون دید بنده با یه بنز رفتم دنبالش از مریلند آوردمش، شب بردمش بیرون، مهمون ما بود و اینا، لابد اونم فکر کرده که ما از یه جایی درآمد هزار میلیون دلاری داریم، خواسته یه کمی گوش ما رو هم ببره. این هم بسته پستی صدای مشکوک تا و اما یک دوستی که این نوشته رو روی فیسبوک آقای سیروس ملکوتی هم دیدم، میدونید آقای امید کوکبی دانشجوی رشته فیزیک یا رشته اتمی هرچی، بعد گویا زندان بوده بیچاره، گویا کلیهشو در آوردن اینها، من نمیدونم واقعیت چیه. آقای سیروس ملکوتی، من نمیدونم واقعیت چیه، من اونجا نیستم. اگه کسی آمد واقعیت رو خود آقای کوکبی و دکترش فقط میدونه. در هر صورت یک عکسی رو گذاشتن، اگه این عکس رو من بتونم بهتون نشون بدم ببینم چیه، یه آماری رو نشون میده. بله این عکس، امروز یکم کارام ردیفه ها، دوشنبه از هنوز خسته نشد. ببینید این بغل نوشته تولید برق کیلووات ساعت، این واحدیه که میدونید خونه من و شما به کیلووات ساعت به همون برق میفروشن، مثل بنزین که تو ایران و اروپا و اینا به لیتر میفروشن، اینجا به گالون میفروشن. وقتی شرکت ها بزرگتر میشن به بشکه میفروشن، وقتی بزرگتر میشه به کشتی میفروشن. این واحد تولید برق کیلووات ساعت هست. کیلووات یعنی 1000 وات، ساعت هم 1 ساعت، یعنی اگه این میگه 4000 کیلووات ساعت، این مثلا شما اگر یک بخاری 1000 واتی رو روشن کنید 4000 ساعت میتونه روشن باشه. اون دوستی که اینو درست کرده اسمی هم ننوشته، نوشته تولید ایدئال گیگاوات ساعت 8760. ببخشید من این کیلووات خوندم، اشتباه دوستان، گیگاوات، چون اینجوری عمودی نوشتن، حالا که اینو خوندم فهمیدم گیگا هزار یا میلیون، میلیونه، مگام است که 1000، اینا هم دیگه قاطی کردیم والا ما. خب تولید ایدئال میگه گیگاوات ساعت 8760، یعنی این بالا هاست. تولید معقول میانگین و اینها 7784 گیگاوات ساعت هست. اینجا ببینید این 8000، 6000، 4000، 2000 به اینا بردار میگفتیم، چی میگفتیم؟ بله حالا از این وری این سالها رو نوشته، نوشته تولید نیروگاه هسته‌ای بوشهر در مقایسه با تولید معقول. تا اونجایی که من و شما خبر داریم میگن تولید، میگن بوشهر هنوز به جای تولید نرسیده. اگه اون درسته پس این غلط. اگه به تولید نرسیده چرا نوشته 1391، 1700 تا 1194، 2600؟ اینه که ما دوستان نداریم. من از آقای چمنارا ممکنه خواهش کنم، چون ایشون رشتش مهندس، رشتش برق هست نه ورک ات جورنالیستا، رشتش برق هست، ولی کسیه که مثل من 40 سال ول نکرده کار برق و اینها بره کارهای دیگه انجام بده، اطلاعات ایشون در رابطه با گیگاوات و گیگاوات ساعت و تولید و نیروگاه ها و اینها ممکنه بهتر باشه که هست، از ایشون نظر خواهی میکنیم. ولی این نوشته تولید نیروگاه هسته‌ای بوشهر در مقایسه با تولید معقول، این سال 1391 1707 تا بوده، سال 1392 که بهترینش بوده 4407 تا بوده، سال 93 یکم آمده پایین 4302، سال 1194 پارسال 2600 خیلی آمده پایین، تقریبا نصف این. و اینو حالا برای چی گذاشتن و چه کار باید بکنیم و اینها نمیدونیم، ولی گویا آقای امید کوکبی کسیه که حاضر نشده با جمهوری اسلامی همکاری کنه در رابطه با نیروگاه اتمی و اینها. من واقعیت رو نمیدونم آقای سیروس ملکوتی، شما میدونی بیا مهمون ما باشو، میدونی یه ویدیو درست کن، ورک ات جورنالیست، یه ویدیو درست کن برای منم بفرست، من رو آگاه کن ببینیم چی شده آقای کوکبی. خیلی ها یه جا میگن بیا کار کن، میگه آقا من نمیام، من از صداش خوشم نمیاد. یه جا میگن بیا کار کن، میگه اینجا استرس میاد، من نمیام، رام دور، من نمیام. یکی میگه آقا من اینجا میترسم، شب تاریک میرم ماشینمو یه زدن، چیاشو دزدیدن،
نمیدونم اگه اینجوریه که هر کی کار نکنه برای این جمهوری میگیرنش، کلیهش هم تو زندان در میارن و اینها، اون وقت حرفای دیگرون درست نیست که آقا تو زندان ویدیو درست میکنه میفرسته، تو ایران نشسته. اتفاقا من امروز قرار بود با یه کسی صحبت، خب هنوزم دیر نشده، ساعت 3 بعد از ظهر با یه آقایی در رابطه با حزب و اینها، خدایا اسم ایشون کجا گذاشتم، ای داد بیداد. ایشون یه حزبی داره در ایران، بهش گفتم آقا اینجا که ما هرچی میبینیم میگن احزاب ممنوعه، میگه نه بعضی از احزاب آزادن. ببینم توی پیامام میتونم پیداشون کنم. عجب، نمیان دیگه. نمیخوام به این دوستان بد و بیرا بگیم، ولی گفت شیطان نخواست که ما زندگی کنیم، البته اون میگه بندگی کنیم. آقای روزبه مشکین، بله، خوب شد پیداش کردم بنده خدا. ایشون شماره تلفنم داده از ایران، بعد گفته وقتی شما برنامه داری من در سفر هستم ولی باهاتون صحبت میکنم. بذارید ما سیستم تماس اینترنشنال یا بین المللیمون با تلفنی هست که از اسکایپ به اصطلاح خریدیم، تلفن نخریدیم، پولش رو به اسکایپ میدیم. اینجوریه دیگه، تلفن اینا با چیز از بین رفت، اصلا با کامپیوتر که آمد و اینترنت، اون VoIP، Voice Over Internet Protocol، درست میگم؟ VOIP. از موقعی که VoIP آمد زد همه چی رو خراب کرد و کار شرکت های تلفن رو به هم ریخت. بذارید ببینیم ایران کد 98، حالا شماره تلفن آقای روزبه رو کجا نوشته بودید؟ آقای روزبه نوشتمش روی کاغذی، اون کاغذ رو امروز صبح داشتم تمیزکاری میکردم، جمع‌آوری میکردم. به قول مادر ما میگو گم‌آوری کردی، جمع‌آوری کردی یا گم‌آوری کردی؟ گویا گم‌آوریش کردم. بله، من شماره تلفنم رو نوشتم، ایشون هم شماره تلفنش رو نوشت. حالا ببینیم چه کسی میتونه اون یکی رو زودتر، آهان بابا گفت به همه این بی‌نظمیم یه نظمی دارم. خب تلفن ایران وقتی اونو مینویسی، بعد ببینم، حالا دیگه صفر لازم نیست، 93، اینم اینجا، اینم این. امیدوارم بتونیم بگیریم ایشون رو. خیلی خوب شد که یادم افتاد ساعت 3 شب، برای ایشون گفتم میشه 11:30 شب. آقای روزبه مشکین، سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم از واشنگتن از آمریکا. سلام عرض می‌کنم، حال شما؟ ممنونم، من کم مونده بود که شما رو فراموش کنم، چقدر خوشحالم که یه دفعه تو برنامه یادم افتاد و از شما ممنونم. میدونم که شما در سفر هستید و به من گفتید که با وجودی که در سفر هستید تلفنی صحبت میکنید. آقای روزبه مشکین، من با اجازهتون فیسبوکم نشون میدم که دوستان هم شما رو بشناسن، اونایی که نمیشناسن، و همین که بعداً اگه بخوان تماسی بگیرن در رابطه با این صحبت با شما مستقیما تماس بگیرن. اولا ممنونم از وقتتون. من 32 سال از ایران بیرون خارج هستم و چیزایی که ما اینجا میشنویم، میگن آقا اونجا نمیدونیم، شما نمیتونی حزبی داشته باشی، سازمانی داشته باشی. بعد من با شما از طریق این فیسبوک که دوست شدم، دیدم شما رئیس حزب هستید. بله بله بله. خب یه مقداری از خودتون بگید و چجوریه توی ایران شرایط حزب داشتن، حزب باز کردن، تأسیس کردن چجوریه؟ من الان عکس فیسبوک شما رو هم نشون میدم، من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شما. یه مقدار از خودتون بگید، از حزبتون بگید و من اگر سوالی برام پیش اومد ازتون اجازه میخوام که اون رو بپرسم. بفرمایید. اولا من سلام عرض میکنم هم به شما و به همه بینندگان محترمتون. این که خب به هر حال تو ایران حزب نباشه که خب همچین چیزی نمیتونه حد داشته باشه. تو ایران همیشه حزب بوده، احزاب وجود داشتن. حالا اون اوایل انقلاب احزاب مقدار تشکیلاتی تر بودن، متعلق به گروه های خاص بودن، ولی خب در دوران اصلاحات آقای خاتمی اومدن یک تدارکاتی دیدن برای اینکه خب اشخاص سیاسی، حالا چه تو قالب های حقیقی چه حقوقی، اینها بیان چیز کنن،
تشکیل حزب بدن و شورای مرکزی تشکیل بدن و ما هم یه حزبی هستیم مثل سایر احزاب حزبی ایران سرفراز مثل سایر احزاب دیگه رو رفتیم و ثبت نام کردیم و حالا مقولات خاص خودش رو داره دین و بیارون و بیارون بند وسط رو داره که به هر حال کار راست بده منتهای مراتب احزابی که خب بتونن تو چارچوب های نظام فعالیت بکنن و به قول معروف با مندیات این آقایون جلو برن خب کمن میمونه باز احزاب خیلی کمی میمونن مثل ماهاییم که دیگه از چارچوب اومدیم بیرون حقیقتا دیگه خب تا جایی که جا داشته سعی کردیم که قالب ها رو رعایت کنیم ولی خب نشد از سال 88 به این ور وقتی ما مشاهده کردیم که نظام بر خواسته های مردم تن نمیده مطالبات اونها رو به رسمیت نمیشناسه و پا گذاشته روی سری تعهداتش نسبت به مردم و ما هم به عنوان سیاسی اگر سکوت میکردیم دیگه حزب نبودیم موقع کذب میشدیم لاجرم وارد میدون شدیم حالا البته ما از یک سال قبلش هم که انتخابات مجلس بود دیگه خطوطمون تغییر کرده بود از خط قرمز ها خیلی وقت بود عبور کرده بودیم دیگه انتخابات 88 مزید بر علت شد که دیگه کلن تغییر روش بدیم و بریم توی صحنه و در کنار مردم قرار بگیم البته در کنار مردم قرار گرفتن تو جمهوری اسلامی کار ساده ای نیست این یه مقوله خیلی خاصیه برای خودش یعنی اینجوری نیستش که هرچی بتونه بیاد اون مقاله که خب شما خوندی که بنویسه و نمیدونم از این حرفا نداریم اینجا ولی خب به حال ماها کسانی هستیم که خب در این نظام سالهاست داریم فعالیت میکنیم جایگاه خاص خودمون رو داریم و اینکه این مشروعیت رو داریم که حرفامون رو بزنیم و بزرگتر از گنده تر از اون حرفایی هم که شما خوندید رو میزنیم به هر حال شما وقتی سه بار پات رو زمین بزنیم تق 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 صدا بکنه متوجه میشی پات رو زمینه مطمئن ماها دیگه پامون رو زمین نیست هیچ منافعی نداریم هیچ جایگاهی که ما رو با این نظام وصل بکنه تو چارچوب های سیاسی بر ما دیگه وجود نداره ما یه خطوطی رو ترسیم کردیم که تو اون خطوط لاجرم میریم جلو تو اون خطوط دیگه مردم میمونن حقوق مطالباتشون میمونه حقوق بشر میمونه آزادی ها میمونه حکومت بعدی میمونه به هر حال هیچ نظامی تو چارچوب های این نظام های این شکلی مثل جمهوری اسلامی و امثال اینا عمرشون که طولانی نیست نه عمر خاصی دارن یه دهه دو دهه نهایتا سه دهه یه ته خطشون چهار دهه هست و چارچوباشون پر شده دیگه این نظام ها دیگه این نظام های مثل جمهوری اسلامی الان خیلی وقت دیگه ارزش گذاری نمی کنن همون ارزش هایی که سیده و قدیمیه و همون اوایل انقلاب یه سری مسائل رو مطرح کردن خب حالا رو همون ها دیگه پیشرفت نداشتن همون حرف هاست یه تکرار مکرراته و همین اصل مردم هم خسته شدن دیگه اینقدر این حرفاش میدن و این مسائلی که اصلا ربطی به موزه زندگی روزانه اینا زندگی فرهنگی اینا زندگی سیاسی اینا هیچ اصلا مشترکات رو با خودشون با ارزش هایی که اینا حاکم کردن نمیبینن ولی خب نمیستن کاری بکنن چرا؟ چون این ملت دیگه اون ملت 37 سال پیش که شما تو ایران بودی نیستش فرق کردن خیلی فرق کردن بله آقای این ملت بس ببخشید من حرف شما رو قطع کنم اجازه بدین اون مقاله‌ای که آشنا شدن من با شما از اونجا شروع شد بگم من خوندم بس. یه دفعه دیدم شما نوشتید که جمهوری اسلامی مثل کسی میمونه که مثل یه چتبازی که چترش باز نشده و با سرعت زیاد داره سقوط میکنه من خودم چون چتباز بودم و در هوا برد بودم و اینا همیشه امید ما این بود که اگه یه وقت چتر اصلیمون باز نشود اقلا اون چتر نجات اتفاقا چتر نجات اختیارش دست خودمون بود چتر اصلی ما رو اون هواپیما باز میکرد گیر میکرد به اون باز میشد ولی چتر نجات دست خودمون بود وقتی که ما اینو نوشتی و خوندم و اینها دیدم خیلی جالبه و گفتم چجوری اول پرسیدم شما تو ایران هستید تا گفتید بله تعجب کردم که یه کسی تو ایران یه چنین به اصطلاح مقاله ای رو نوشته مطمئنم امروز تا با من صحبت کنید فردا به شما هم میگن که شما مزدور جمهوری اسلامی هستین به این دلیل گذاشتن شما صحبت کنید که بگید بله همچینم بگیر به من نیست ولی شما خیلی قشنگ توضیح دادید
گفتید دیگه مردم 37 سال قبل 30 سال قبل نیستن دیگه، اینها از حد خودشون، چون رفتن به خونه و اتاق و حریم مردم و خصوصی اینها وارد شدن، مردم را از خودشون منزجر کردن، از خودشون فراری کردن و میبینیم که اختلاف بین خودشون هم هست. میخوان یه مقداری درباره اون مقاله صحبت کنید برای دوستان با همون زبانی که خودتون نوشتین، چون من باور دارم سخن که از دل برایت لاجرم بر دل نشینه. ببینید من نمیدونم که شما با این سیستم حکومتی که 37 سال یا 38 سال تو این کشور حاکمه چقدر آشنایی دارید. این نظام یه نظام سیاسی و کاملا بسته است، یعنی برای ورود کردن به این سیستم کار آسونی نیست. اینه که مردم اصلا جایگاهی ندارن تو درون این سیستم. اینها مردم از خودشون نمیدونن، مردم هم اینا رو از خودشون نمیدونن، اینا دو تا کیس جدا از هم خیلی فاصله دارن. ولی این که من به شما گفتم مردم ما مردم 37 سال پیش نیستن و طاقتشون هم نسبت به شرایط فعلی تغییر کرده، اگر به خیابون ها نمیان چند دلیل دارن. یکی این که مردم فقیرن، هم از نظر فرهنگی فقیر موندن، هم از نظر اقتصادی بی نهایت تحت فشارن. شما اون فنه رو تا یه حدی دیگه میتونی بکشی، بیشتر از اون بکشی یا بر میگرده میخوره تو صورتت یا پاره میشه. مردم ما الان در حال پاره شدنن. اینه که مطالباتشون هم از این نظام خیلی زیاده، نمیتونن مطرح کنن، میترسن. یکی میترسن دو تعهدات روز زندگی روزمره اینا رو مجاب کرده که بودو کنن زندگیشون همین کنن، چند تا فاکتوره برنه هم. ولی به یه جایی میرسن و اون چتباز رو که من بر شما گفتم، اون چتباز موقعیه که این مردم دیگه بودن و نبودنشون براشون دیگه فرقی نکنه. به یه جایی رسیدن انقریب فکر میکنن فینال کاره، به جایی رسیدن که دیگه بودن و نبودن فرق نکنه و سراسیمه اجلاس خواهند کرد، شورش که آن خواهد خیابون خواهد ما. این خوب نیست، نه برای شما که به عنوان اپوزیسیون خارج از کشور شناخته میشید، نه برای ما که به عنوان اپوزیسیون داخل کشور شناخته میشیم، شناخته شده هستیم. خوب نیست که مردم شورش بکنن. به هر حال این امنیتی که فعلا نیم بند حاکمه، این به ماها کمک میکنه که بتونیم کشور رو در مقابل آسیب‌های احتمالی اینچنینی حفاظتش کنیم. چرا؟ چون 37-8 سال بدبختی کشیدیم، تاوان سنگینی رو دادیم برای تجربه هایی که این حکومت به مردم تحمیل کرده و هیچ نیازی هم نداشته مردم این تجربیات رو تحمل کنن. ارزش‌گذاری‌هایی رو تو زندگیشون ورود بدن که بهش نه اعتماد دارن، نه اعتنایی میکنن، نه براش به قول معروف ارزش قائلن، ولی با این حال تحمل کردن. الان وقت اینه که ما این مملکت رو بتونیم یه جوری از این مخمصه خروجش بدیم، خارجش بکنیم و اینها هم به عقب برونیم، حداقل از این قدرت فائقهی که به خودشون گرفتن بهشون یه تشریح بزنیم، اینه عقب نشینی کنن، یه بخشی از قدرت ازشون بگیریم که داریم میگیریم. این که من الان تو ایران دارم با شما صحبت میکنم، این یعنی که ما یه بخشی از قدرت اینا گرفتیم. این مصاحبه‌ای که الان من با شما دارم میکنم، یا تنی چند دوستان ما، البته نه همه، یکی دو نفر که بالاخره ما تایید میکنیم، اونها این نشون میده که ما تو این نظام تونستیم اینها رو به عقب برونیم، اینها رو مجاب کردیم که به افکار عمومی احترام بذارن، به حقوق بشر کم و بیش احترام بذارن، مردم و مطالباتشون رو به رسمیت بشناسن، چیزایی که اینا اصلا باهاش بیگانه بودن همیشه. امروز مشکین عذر میخوام از شما، حقیقتا اینجا به نفع اونها هست که به حرفای شما گوش کنن، یعنی افرادی مثل شما. درسته که با مخالفت دارین این حرف رو میزنید، ولی یه جوری به صلاح خود اینها دارید حرف میزنید. میگید آقا خیلی هم قشنگ گفتید مردم منفجر میشن و دیدیم اگه مردم منفجر بشن دوباره همون ماجرای کشت و کشتار و انقلاب و اینها هست. خب اینا خیلی به صلاحشونه، حالا ثروتمندید، قدرتمندید، آقا برید دیگه زندگی کنید، خوش باشید، بذارید مردم هم آزاد باشن. از من پرسیدید که حکومت رو چقدر میشناسم. همینقدر میشناسم که من دبیر استخدام رسمی استان فارس بودم، من شیرازی هستم،
بنده ماشین نو رنو داشتم، ماشین رنو هم اون موقع بد نبود دیگه، حالا بنز نبود ولی رنو بود. منزلم یه خونه 110 متری به اصطلاح پی آف، یعنی بدهی هم نداشتم، ولی 5 سال من وایسادم. 5 سال بعد از انقلاب اونجا بودم. زمان جنگ من و آقای استقامت و آقای عالم پیشه و اینا از شیراز داوطلبانه رفتیم خسروآباد و آبادان وایسادیم، اونجا اون کارخونه های یخ و اینا رو آباد کردیم. برادر من شهید شده توی سنندج بعد از اینکه 23 ماه و 28 روز خدمت کرده، ولی به یه جایی رسید دیدم آقا نمیشه اونجا زندگی کرد و ول کردم آمدم بیرون. همینقدر، یعنی ببخشید اینو میگم، بارها به حکومت گفتم اینها انقدر خراب کردن که الان یه عده ای میان میگن صد رحمت به کفن دزد اولی، و این باعث خجالت باید باشه برای اینها. یعنی اینها باید چنان گلستانی میساختن پر آزادی که مردم تازه بفهمن ای بابا اون قبلی چقدر بد کرده بود، نه اینکه هی بگن نور به قبرش بباره. و واقعا آقای نمیدونم مسئول دولت، آقای ولایت فقیه، بابا در زمان شما مردم آزادی، در زمان شاه مردم آزادی اجتماعی داشتن. بله درست میگید آزادی سیاسی نداشتن، ولی شما که آزادی سیاسی رو ازشون گرفتی، آزادی اجتماعی رو ازشون گرفتی. در صورت من ممنونم، بفرمایید. برای امیدوارم این چیزایی که شما میگید مورد درد سرتون نشه، موجب درد سرتون نشه. نه و اینها اینقدر زرنگ باشن که بله. من اصلا قصد مقایسه زمان شاه و با حکومت بعد از شاه که حکومت اسلامیه، همین جمهوری اسلامیه، من چون میگم حکومت اسلامی، نظر به این که خب اینها به جمهوریت یه مقدار فاصله دارن، نمیتونم بهشون بگم جمهوری. بله چون جمهوری که ایدئولوژیک نمیشه که. جمهوری یعنی یه شرایطی که به وجود بیاری کل مردم حداقل 80% مردم مطالباتشون برآورده بشه. اصلا جمهوری اینها... رئیس جمهور بالا سر نداره که بعد از رئیس جمهور و مجلس هرچی. بله تموم شد. اینه که ببینید ما زمان شاه مشکلات زیاد داشتیم. شاه بلد نبود کار فرهنگی بکنه. رادیو تلویزیون شاه رادیو تلویزیون مناسبی نبود. نتونست تلفیقی عمل کنه، نتونست سنت ها رو با اون تفکراتی که خب خود شاه داشت اینا رو با هم تلفیق کنه، یه چیزی خروجی بده که مردم بفهمنش، درکش کنن. خیلی سریع یه مسائلی رو مطرح میکرد که خب قابل درک نبود، و همین مسئله فرهنگ بود که شاه رو زمین زد. یعنی نتونست با مردمش ارتباط برقرار کنه. آدمی بوده تو خارج بزرگ شده بود، اومده بود ایران، فکر کرد ایران مثلا فرانسه یا نمیدونم سوئیس. خب عمل کردش با مردم جور در نیومد. حالا مضاف بر این که شما نمیتونی بیای کار فرهنگی بکنی بغلش به سیاست نپردازی. اقتصاد، سیاست، فرهنگ، این سه تا بغل هم شونه به شونه بر جلو برن، شونه به شونه بر رشد بکنن. شما نمیتونید یه اقتصاد باز جهانی داشته باشی بعد سیاست ها دیکتاتوری باشه، بسته باشه. شما همین امریکای خودتون رو نگاه کنید ببینید که چه عظمتیه. من از اروپا اومدم امریکا، من خیلی قدیمه اومدم، اصلا فکر میکنم که سرعت امریکا با اروپا شاید 200 کیلومتر فاصله داشته باشه. خب این از کجا اومده؟ این از فضای باز سیاسی اومده که به مردمش اجازه داده بتونن تمام تخیلاتشون رو تو مسائل اقتصادیشون، فرهنگیشون پیاده بکنن، رشد بکنن. ما اینجوری نبودیم. زمان شاه هم نبودیم، بعد انقلاب هم نبودیم، و امیدواریم که در آینده بتونیم رشد سیاسیمون رو با رشد فرهنگی و اقتصادیمون منطبق بکنیم. اون موقع میتونیم بگیم که آقا ما هم صاحب فرهنگیم، هم صاحب اقتصادیم، هم صاحب صنعتیم، هم صاحب منزلت اجتماعی هستیم. هیچ کدوم اینا رو امروز نداریم. بسیار ممنونم. این هم مشکین، من از شما عذر میخوام. اگر امروز مسئول دولت یا حکومت مذهبی، هر کی، چون ما دو تا داریم، یکی حکومت داریم یکی دولت داریم، دولت آقای روحانیه، حکومت اون حکومت مذهبیه، بیان به شما بگن که به نظر شما ما چه کار کنیم. آقای روحانی هم به نظر میرسه هرچی گفته الان یعنی نمیتونه قدرت
اجراشو نداره. از شما سوال کنن، شمایی که اروپا رو دیدید، شمایی که آمریکا رو دیدید و شمایی که به این قشنگی مقاله می‌نویسید صحبت می‌کنید، بپرسن که به نظر شما با این ملت چه کار کنیم که رابطه فرهنگی داشته باشیم، اینها از ما راضی باشن، ما هم بدون خون و خونریزی قشنگ بریم به عبادت و زیارت و سیاحت خودمون برسیم. راه حل چیه؟ چه باید کرد؟ تنها راهش اینه که اینها تن بدن به یک رفراندوم. ببینید، اولین سوء تفاهم بزرگ درست زمانی روی داد که این مردم در انتظار یک تحول بزرگ بودن بعد انقلاب. اینا هنوز بدن مردم از انقلاب گرم بود، اومدن یه رفراندوم گذاشتن آره یا نه. خب این اولین سوء تفاهم بود، میتونم بگم اولین حرکت اشتباهی بود که اینا شکل دادن. اینا برای شورای رهبری میذاشتن 4-5 سال آگاهی میدادن مردم اصلا واش حکومت دموکراتیک چیه، حکومت جمهوری چیه، این چیه، این چیه، اون چند تا حکومت بغل هم میچینن، از تلویزیون، از هم رادیو اینها رو به مردم آموزش میدن. بعد از 3-4 سال میونه رفراندوم میذارن، اون موقع گفتن آقا جمهوری اسلامی، جمهوری دموکراتیک، جمهوری فلان، جمهوری کدومش. خب پس الان سوال این میشه که شما که میگید رفراندوم، آیا باورتون اینه که الان مردم به اصطلاح آگاه شدن، یا اینکه رفراندوم رو شما مثلا همین الان شما گفتید بذارن 5 سال دیگه، باید تو این 5 سال بذارن دوران آگاهی و شناخت و معرفی احزاب، نظر شما چی؟ بعد توی رفراندوم دوران گذر اینجوری بگیم. اوکی، ممنونم از شما. ما شما رو دنبال میکنیم از فیسبوک. به سفرتون ادامه بدید، باز هم هر وقت دوست داشتید مهمان برنامه ما باشید. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید و امیدوارم که هم حکومت هم دولت به فریادهای شما که از دل از روی صلاح و مصلحت مردم برآمده گوش بده و تا دیر نشده گوش بدن، چون شاه هم خواست گوش بده ولی دیگه دیر شده بود. ممنونم آقای مشکی. شما فامیلتون مشکینه یا مشکین خط؟ مشکین خط. بله ممنونم. مشکین خط. بله. خیلی ممنون. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. به همچنین. قربون شما. خدا نگهدارتون باشه. به امید دیدار. دوستان عزیز، با آقای روزبه مشکین خط بودیم از ایران و فیسبوکشون رو بهتون یه بار دیگه نشون میدم، همین جوری که اسمشون رو نوشتن، روزبه، ROUZBEH، مشکین هم MESHKIN، و شما هم میتونید باشون تماس بگیرید. خیلی هم زود و سریع به من پاسخ دادن، از این بابت ازشون ممنونم و خیلی خوشحال شدم که یادم نرفت، چون یه بار مصاحبه داشتم با آقای تریتا پارسی و فراموش کردم. باور کنید هر وقت ایمیلی از ایشون به دست من میرسه یه مقدار آدم خجالت میکشه. این هم از این ماجرا. و هم الان اسم آقای تریتا پارسی رو آوردم. نیاک یک ایمیلی فرستاد که خانم مهسا پایسته این ایمیل رو لطف کردن فرستادن، به این صورت هست: Join us on Wednesday May 4th، چهارم ماه می، Docunite Screening. این فیلم هایی رو نشون میدن و من متاسفانه نتونستم تا حالا برم، ولی جایی که اینها میرن یه بار برنامه بوده رفتم، همین Boss Boys and Poets توی واشنگتن هست، خیلی آسونه، مترو نزدیکش هست، اتوبوس نزدیکش هست، با تاکسی و اوبر و پیاده و همه چی میتونید برید. و اسم این فیلم هست سمیه. ببینید، سمیه نوشته An unfinished film for my daughter، یک فیلمی که پایان نگرفته هنوز برای دخترم. من این فیلم رو اگه یادتون باشه، اون دوستی که این فیلم رو ساخته بود لطف کرده بود برای ما فرستاده بود، نشون دادیم در تلویزیون مردم. و حالا چون اینها چهارشنبه 3 می نمایش میدن، احتمالاً روی پرده بزرگتر و اینها، پیشنهاد میکنم برید اونجا. اگر نتونستید برید به هر دلیلی، شاید بعد از این ماجرا نشون بدیم. و اما میدونید که پارسال 100مین سالگرد کشتار ارمنیان
به دست ترکان عثمانی بود و در سر تا سر دنیا تظاهراتی شد و حتی خانم کارداشیان که اصلا کاری به سیاست نداره، همش کاری به پول داره و سکس و نمیدونم این مسائل، اون هم در این باره مقداری صحبت کرد. ولی امسال 101 سالگی کشتار ارمنیان به دست ترکان عثمانی، باز فکر میکنم این جمله غلط باشه، 101 سالگی نمیدونم. با تشکر از نوشته پرمحتوای آقای زعیم در مورد کشتار ارامنه به وسیله ترکان عثمانی تشنه به خون که دوباره به فکر ایجاد امپراتوری وحشتناک و ضد بشر گذشته خود افتادن، لطفاً به بخشی از عکس‌های آزاردهنده‌ای که ترکان به آن افتخار می‌کنند توجه کنید. ضمناً جهت از خواب بیدار شدن تجزیه طلبانی که در رویای پیوستن به همزبانان عثمانی نژاد خود به سر می‌برند. این را آقای هوشنگ امیرهوشنگ آریانپور برای من فرستاده. اجازه بدید به عکس‌ها که برسم به شما نشون بدم، باید اندازه این صفحه رو یک کمی تغییر بدم. بله اینجوری عکس‌ها رو بزرگتر و بهتر خواهید دید. و بیایم اینجا اون رو هم خاموش کنیم. این هم عکس‌ها از جنایت عثمانی‌ها. من نمیدونم این آلمان یا عثمان با ترک با آذربایجان اینها رو میشه با هم قاطی کنیم یا نه، چون اینجا هم دیدم نوشته بود این همزبانان ترک. من فکر کنم خود ترکا هم اونایی که روشنفکر هستن، اونایی که آزادی خواه هستن، خودشون رو با اون حکومت عثمانیان یکی نمیدونن. درسته که الان افرادی مثل این اردوان یا اردوان یا اردوغان که هر کسی هم یه چیزی میخونه ولی اسم انگلیسیشو من دیدم اردوان مینویسن. این آقا درسته که تندرو مذهبی هست و حتی خانمش هم یه چیزایی نوشته بود درباره این که حرمهای اسلامی چنین و چنان و خوب هست و اینها. درسته که این دنبال اون حکومت عثمانیه، از همون کاخ سفیدی که برای خودش ساخته که نمیدونم 200 تا اتاق یا 1000 تا اتاق داره، 1000 تا اتاق 200 میلیون یه چیزی اینجوری، یه چیز مسخره زشتی. وقتی که مثلا اینها از لحاظ اقتصادی از لحاظ اجتماعی وضعشون اونجوریه، الان هنوز این مشکل اگه چادر داشته باشی استخدام نمیشی، اگه نداشته باشی استخدام نمیشی، از این مشکلات دارن، اینها بیان پولای اینجوری خرج کنن. ولی فکر کنم ترکا آذریا خودشون از عثمانیان جدا بدونن و حرفی از عثمانیان نیست. اینا هم ممکنه مثل بعضی از دوستان کلیمی که پشت اون صهیونیست و اینها قایم میشن و نمیگن ما صهیونیستیم، ممکنه این ماجرا باشه. نوشته یکی از بازماندگان قتل عام ارامنه در دیرالزور، چه جالبه دیرالزور، در حال مشاهده استخوان‌های اجساد در بیابان 1915 تا 2015 میشه 100 سال، 101 سال از این قتل عام گذشته و ارمنی‌ها فعالیت‌هایی کردن ولی متأسفانه همین دولت‌های اروپایی و آمریکایی به خاطر منافعی که با همین کشورهای دیکتاتوری دارن از جمله ترکیه روی اینها سرپوش می‌ذارن. ببینید چه به سر مردم شهروندان ارمنی آمده در 101 سال قبل و چجوری اینها در به در شدن به همه جای دنیا. و خب درست موفق شدن و اینها، ولی هیچ کس هیچ جا به اصطلاح اون مکان و وطن اصلی نمیشه. مرگ کودک گرسنه در خیابانهای ایروان. بله این هم بازی عکس دیگه، زن ارمنی در کنار جسد یکی از فرزندانش که در حلب بر اثر گرسنگی جان داده است. اون مربوط به عکس بالایی بود که رفت. بله به اینا میگن نسل کشی جنسر. اجساد زنان و کودکان قربانی نسل کشی در ارمنستان در مکانی نامعلوم. اجساد ارامنه قربانی شده در بایبورد.
اعدام چهره‌های سرشناس ارامنه به دست سربازان عثمانی. دو نفر از سه رهبر ترک‌های جوان، انور پاشا وسط همراه با جمال پاشا سمت راست، در سفر به اورشلیم در سال 1915. کودکان بی سرپرست ارمنی منتظر انتقال به خاک اردوگاه‌های مهاجران در یونان. تصویری از مهاجرت اجباری ارامنه از سرزمین‌های خود به سوی حلب. این همون حلب و شام و اینا هم تو سوریه است فکر کنم، درست میگم؟ مهاجرت اجباری ساکنان ارمنی از سرزمین‌های خود. کودکان مهاجر ارمنی در اردوگاه‌های یونان. اردوگاه آوارگان ارمنی در سوریه. عکس کودکان ارمنی آواره در حلب. زن ارمنی و دو کودکش در دیرالزور. زن و کودک ارمنی آواره سوریه کمک‌های مردمی را دریافت می‌کنند. حالا بدبخت سوریه یا عجب عجب این دیکتاتورها دنیا رو به هم ریختن. یه سری اون موقع ارمنیا در به در شدن سوریه، حالا اونایی که اهل سوریه هستن این ور اونور دنیا. محل اقامت آوارگان ارمنی در سوریه. یکی از کودکان گرسنه ارمنی در اردوگاه آوارگان در سوریه. من خیلی خوشحالم که این دوستان ارمنی این فعالیت‌ها را انجام میدن، چون میدونیم که مثلا اون دوستان کلیمی یهودی با اون تبلیغات گسترده‌ای که دارن چجوری این آتش هولوکاست رو گرم نگه میدارن و ازش حتی بیش از حد دارن سوء استفاده میکنن. استفاده ببرن که همچین چیزی اتفاق نیفته هیچ اشکالی نداره، هیچ کم ناراحت نیست، ولی سوء استفاده میکنن. در رابطه باز با آقای سیروس ملکوتی، آقای سیروس ملکوتی میگه آقا این سوربی رفت ایران و برگشت دست از سر ما بر نمیداره. ماشاءالله مو داری تا کچلت نکنیم ولت نمیکنیم. ببینید آقای ملکوتی، بیا بگیریم فرض رو بر این که آقای عزیزان یک آدم دیوانه دنبال شهرت، یه مقاله رو نوشته ولی به هر دلیلی تونسته رادیو فردا رو قانع کنه، اونا رو کلک زده که این مقاله رو بذارن روی رادیو فردا. اولا خود رادیو فردا شما فکر میکنید چه خبره؟ رادیو بی بی سی، فردا، وایس آف امریکا، فکر میکنید چه خبره واقعا؟ اگر هر کدوم از اینها میدونستن که حرفشون مثل حرف بی بی سی قدیم رو ایران اثر داره، باور کنید هر روز یه اثری میذاشتن. همشون میدونن دیگه بی اثرن. حالا گیریم که اینها هم اثر گذارن. خب چه کار کرد رادیو فردا بعد از اینکه این خبر دروغ به دستش رسید؟ شما چرا کسی که فکر میکنید، شما کسی که فکر میکنید اعتباری دارید، شما چرا به خاطر یک خبر دروغ، یک رادیوی به قول شما بدون کنترل آمده این خبر دروغ پخش کرده، شما چرا خودتون انداختید توی این دام که امروز روی میز تشریح ما باز بشید؟ اینا رو اگه دوست داشتید جواب بدید، پخش میکنم. و چون شما ژورنالیست هستید، من نیستم، من هرچی صحبت کردم دیگه فکر نمیکنم بیشتر از 30 دقیقه شده. شما 30 دقیقه وقت از من طلبکار، هر وقت دوست داشتید میتونید بیاین 30 دقیقه یه ضربم خودتون صحبت کنید، یا به صورت ویدیو درست کنید پاسخ به سوربی و عزیزان و رادیو فردا و دیگران بفرستید، من پخش میکنم. ولی نگاه کنید، توی آمریکا روز پنجشنبه یا جمعه یک خواننده بسیار معروف، یعنی در حد مایکل جکسون، شاید هم بالاتر، چون اینا میگن مایکل جکسون آدم نایسی بود، این پرینس خیلی میدونید موزیک شونا رو خیلی هاش تو رادیو نمیتونستن پخش کنن،
چون خیلی هم از لحاظ حرفی که میزد به اصطلاح فوش و اینا داخلش بود، هم از لحاظ سکسی خیلی چیز بوده. ایشون فوت شده، هفته قبلش هم تو بیمارستان بوده. اینو شما داشته باش که برای من ننویس که پخش اخبار دروغ جرم حقیقی و حقوقیه، که منی که سواد قضایی ندارم به شما بگم خب عزیزان این خبر رو پخش کرد، شاکیش کیه؟ بالاخره هر کی میخواد شکایت کنه باید دست بکنه تو جیب مبارک، خرج دادگاه و وکیل بده شکایت کنه. شاکی میتونه آقای صبری حسنپور باشه که ازش خبری نیست، شاکی میتونه خانواده آقای حسنپور باشه که ازشون خبری نیست. شما نمیتونی شاکی باشی. اون عقب افتاده شهشهانی معتاد با اون پسری که از کونه فرخزاد از فخرآور میخورده، اونا نمیتونن شاکی باشن. حالا چرا اینا رو میگم؟ ببینید یه نفر آمده میگه که این آقای پرینس این بهش دوای مخدر و مواد مخدر میفروخته، میگه بنابر گفته این شخص، اسمشو اینا رو هم نمیگه ها، اشخاص هنرمند به دنیا نمیآیند، بلکه اشخاص هنرمند به دنیا نمیآیند، بلکه این اثرات مصرف مواد مخدر و کشیدن تریاک و حشیش و صرف مشروبات الکلی غیره است که یک فرد را تبدیل به هنرمند میکند. فکر کنم که این مطلب حقیقت دارد که در کشور ما ایران و سایر کشورهای جهان اکثریت هنرمندان به نوعی معتاد بوده و هستند. لطفاً در این مورد مرا راهنمایی کنید. نه عزیزم، من قبول دارم که اینجوری نبوده. این رو دوستمون آقای علی شیرازی فرستاده. ببین علی جان، اینجوری که شما میگی یعنی هر معتادی، ولی چون شما شیراز بودی، دروازه کازرون، دروازه شادایی، دروازه اصفهان، دم شیشه‌گری، فلکه خاتون، دم قبرسون، اینا بعدا باید میمدن تو تلویزیون هنرمند میشدن. از اینوری کار کرد، اول آمدن خواننده شدن، هنرمند شدن، بعدا شنیدیم که مثلا فلان خواننده با نمیدونم فلان وزیر توی برنامه شب نشستن اینقدر تریاک کشیدن، اینقدر کوکائین کشیدن، اینقدر هروئین زدن فلان. یعنی اینجوری نبوده که معتاد بشه اول بعد هنرمند بشه. اول تا جایی که خبر داریم هنرمند شدن بعد معتاد شدن، اینم به وسیله نخوابیدن شبها و اینها. در هر صورت ببینید آقای ملکوتی، Prince's former drug dealer reveals extent of his addiction. میگه اون کسی که مواد مخدر میفروخته، اینم عکسش اینجوری بلر کردن که شما نبینید، مواد مخدر میآورده به پرینس میداده، اسم این خواننده پرینس هست، گفته که عمقو میگه، یعنی این به من و شما میگه که این چقدر توی مواد مخدر به اصطلاح غرق بوده. حالا شما بیا بنویس از کجا این میداند، هنوز نتایج چی میگن کالبدش کافی معلوم نشده. بله شما میتونید اینجوری بنویسی، ولی شما نمیتونی بیای بنویسی اخبار دروغ پخش کردن نمیدونم جریمه قانونی داشته. خب شما چه کار هستی؟ شما اینجا نه شاکی هستید، یعنی اگه طرف چیز نبودین، نه دادستان مردم هستید، هیچ کار هستید. ببخشید من اینقدر بیرو درواسی برای شما میگم. ببینیم این پیام از کیه. آها نه، این ماره به اصطلاح به تلفن منزلمون زنگ زده. خب بذارید ببینیم که چیه. برج آزادی که جزی از کله است، خوشبختانه وقایع‌های بی‌شرمانه همین مجموعه با عنوان بهار عربی، یعنی تجزیه و ناو، این خانم نزهت یحیی‌زاده من فکر کنم واقعا دیگه یه چیزیش میشه. به قول آقای شاهین نجات گفت، فکر کنم ایشون داروهاش رو به موقع نمیخوره. میدونید که یه عده از اینایی که پیر میشن داروهاشون رو به موقع نمیخورن، یه عده داروها رو دو برابر سه برابر میخورن. اینه که بعضی از این پیرزنها و پیرمردهایی که خودشون رو فعال سیاسی میدونن، ولی من و شما اینها رو جنبش‌های زیر تنبونی و تنبونی جلوی کامپیوتر میدونیم، بعض وقتا حرفایی که میزنن خیلی بهش محل و چیزی نذارید. باز دوست عزیز آقای سیروس ملکوتی، یه ویدیویی هست من برای شما لینکش رو میفرستم که یه نفر توی آمریکا میاد، خانم چلسی کلینتون، دختر هیلری کلینتون و دختر بیل کلینتون، داره کتاباشو امضا میکنه و میفروشه
یه نفر میاد بهش میگه که درسته که تو دختر بابات نیستی و دختر آقای فلانی هستی، این مملکت اینجوریه، من و آقای عزیزان اینجا داریم زندگی میکنیم، شما اون آقای معتاد شهشهانی و اون عقب افتاده بهزاد نمیدونم محسن کریمی اینا رو بنداز تو چای توالت، اگرم خونتون سیفون داره سیفون هم بکش که دیگه نبینیشون چه کار کردی، بنداز بره. اینجا تو آمریکا اینجوریه، اون وقت شما از توی اروپا می‌نویسید که این خبرهای اینجوری پخش کردن منظورتون با آقای عزیزانه، به آقا رادیو فرداست، به منه، به کیه، منظورتون کیه؟ شما که نویسنده و ژورنالیست هستید باید بنویسید طرفتون قشنگ خیلی مستقیم صحبت کنید، اون 700-800 نفری که دنبال شما هستن گیجشون نکنید توی کوچ پس کوچه ها، آنها که به ما اعتماد دارند و ما ها که در جامعه مورد اعتماد مردم هستیم، مورد اعتماد کی هستی؟ جدی میگم مورد اعتماد کی هستی؟ اگه میخواین آزمایش کنید برید اونجا بگید من امروز کیفمو نیوردم 2 کیلو گوشت به من بده، ببین 1000 تا بهانه میاره، میگه حالا شما رو شاید رفتی خونه سکته کردی نتونستی فردا پول گوشت رو بیاری، برو آقا اگه به سلامتی خودت معتقدی برو خونه پول بردار بیا گوشت بگیر برو، یه کمی بیاین پایین از این خیالاتی که درست کردید و اینها، چون میگن هر کی از بالاتر بیفته پایین بیشتر استخوناش میشکنه. در صورت آقای ملکوتی بهت گفته بودم اگه بیای شاید یه مقداری زودتر این بحث رو تموم میکردی. خب بله، علی در هنگام تولد قرآن، آره علی در هنگام تولد قرآن و تورات انجیل میخونده. بعد آقای آریانپور نوشته که آقا اصلا علی که دنیا آمده که محمد هنوز پیغمبر نبوده، خبری از قرآن نبوده، بعد کتابای انجیل و کتاب تورات به زبان یهودی و به زبان عبری و یهودی و سامی گویا نوشته شده بوده، نمیدونم سامی هم زبان خطه یا فقط زبان بوده هچ، و این مزخرفات چیه. ولی من یه درجه میرم بالاتر با آقای آریانپور به دوستمون آقای علی شیرازی عزیز میگم آه از کی تالا آخوندا تونستن من و شما رو گیر بندازن به حرفای مزخرف اینها گوش بدیم؟ شماها تو دوره‌ای که دوره شاه بود چرا یه نگاهی نکردید به این قرآن، به این مزخرفات، به این حرفایی که توی مساجد زده میشه؟ این سوال من از شماست، کجا بودید شما؟ البته آقای آریانپور بنده خدا به اندازه خودش فعالیت کرده، به اندازه خودش روشنسازی و چی میگن رفته دنبال مشکلات جامعه، گفته بعد خسته شده از بس کسی گوش نداده به زندگیش ضرر زدن و اینها، ول کرده رفته دنبال کار خودش. ولی آقای شجاع الدین شفا استاد پروفسور دکتر مسعود انصاری اینها کجا بودن؟ ببخشید این کلمه ان ساری، ساریش انگلیسیه انش ایرانیه، حالا امیدوارم آقای احمدعلی مسعود انصاری یقمون نگه. خب if you have question or problem چشم حتما میام از شما میپرسم. و اما آهان آقای ملکوتی باز برای من امروز این رو نوشته بودن حدود ساعت 9:09 صبح، بذارید من این تا اونجایی که امکان داره بزرگ کنم براتون بنویسم. دوستان حواستون باشه نه من فقط این کارو میکنم، وقتی یه چیزی مینویسید دیگرانم میان از نوشته های شما عکس برمیدارن چاپش میکنن نگهش میدارن. درسته که شما میری بعدن ورش میداری، نه آقای ملکوتیا، ولی اونها دیگه کار خودشونو کردن. پس من یه نصیحت دوستانه به همه میکنم، قبل از اینکه چیزی رو پست کنید بذارید، پست کردن یعنی نصب کردن، حالا ما پست کردن ارسال فرستادن اینها هم میشه، ولی از چند سالی که این سوشال مدیا آمده این پست کردن به معنی نصب کردن روی صفحه است، قرار دادن روی صفحه، حالا روی فیسبوک، روی وبسایتتون، روی هر جایی. این همونه که من خوندم براتون که اینو دیروز ساعت 1:16 ایشون گذاشته بوده، نکات پیرامون واقعیت دستگیری. من فکر کنم ایشون واقعیت رو با حقیقت نمیدونه، تفاوت واقعیت، حقیقت، شایعه، دروغ اینها خیلیه.
بعد بیایم اینجا امروز، بعد از اینکه دیروز و اینها من باشون تماس گرفتم و گفتن که الان مرحله مقدماتیه و مایل نیستن دربارش صحبت کنن تا بیشتر تحقیق کنم، که امیدوارم تحقیقشون یه مقداری بیشتر از من خارج از منزل باشه، یک هوایی هم به کله آدم بخوره. من دیروز از شهر رفتم بیرون، دیدم واقعا چقدر خوبه آدم بره بیرون یه هوایی بخوره. این سول اینجا میگن، نمیدونم، از جسم یه چیز دیگه بالاتره، روح بعضیا میگن، روان بعضیا میگن، مغز آدم و اینها یه بادی یه هوایی بخوره و اینها برگرده. شما امیدوارم برید بیرون تحقیق کنید، نتایج تحقیقتون رو لطف کنید به مایی که بیشتر انتقاد میکنیم بگید، چون اونایی که با شما مخالف موافقن، شما اگر هر چیز اشتباهی هم بگی اونها میگن آفرین بر شما، درود ورود فرهیخته اصلی با ما باش و نمیدونم یه مش از این مزخرفات. ولی اونی که انتقاد میکنه به نظرش میاد که شما اینقدر فهم و شعور دارید که بیاد انتقادشو به شما بگه و شما در مورد انتقاد اون فکر کنید و بعد نتیجه فکرتون رو پاسخ به اون بگید. ایشون نوشته در روایت ربوده شدن و یا دستگیری صبری حسن پور نکات ناروشن و ابهام آمیز بسیاری وجود دارد. متاسفانه اطلاعات و منابع نامطمئن و فاقد مستندات این ابهام را بیشتر دامن میزنند. ببینید شما هر یه جمله‌ای که می‌نویسی سوال برانگیزه. اطلاعات و منابع نامطمئن، شما منابع مطمئن رو می‌شناسید؟ آیا منابع مطمئن شما همون رادیو فردا بود که الان به قول شما اینجوری گند زده؟ پس شما هم صلاحیت ندارید به مردم بگید اینها نامطمئنن، اون یادگی اطمینان کدومش اطمینان داره؟ برای من یه لیستی بنویسید اونایی که شما بهش اطمینان دارید و اونایی که اطمینان ندارید. اگه اطمینان ندارید چرا میرید سراغشون؟ چرا از اونایی که اطمینان دارید برای ما بیشتر و بیشتر نمیگید؟ و فاقد مستندات این ابهام را بیشتر دامن میزند. منظری که با نگاه تحلیلی بدین حادثه مینگرد و گمان زنی سیاسی را جایگزین مستندات میسازد و همزمان به مزدورخانی مخالفان خود توجه دارد. ببینید دوستان، انشا، فقط انشا مینویسن طولانی بشه 2 صفحه 16 به بالا بگیرن. آقا یعنی چی؟ یعنی کی؟ حالا بالاخره اصرار برخی از دوستان هم دال بر ربوده شده. کی اصرار کرده؟ دال بر ربوده شدن صبری حسنی از ترکیه فاقد شواهد قابل اتکا می باشد. دوستان اونای دیگر که دزدیدن بهتون گفتم، میان مثلا تو هتل یکی که می دزدن صدای اون رسپشنه می زنن، میگن که اتاق 415 ما می خواهیم سربی رو بدزدیم، ولی اگر کسی آمد این عکس من، اول یه کپی بگیر از شناسنامم، اینم امضام که من در ساعت فلان سوربی رو دزدیدم. بیاین برای من یه نمونه بیارید آقای ملکوتی که یه کسی رو دزدیده باشن. آقای شایان کاویانی، یه خانمی تماس گرفته باهاش گفته این زن یه پاسداریه، به خاطر شایان کاویانی دینشو عوض کرده، اون بیچاره احمق‌تر از منم قبول کرده، به حرفای این خانم بلند شد زن بچه‌ش اینجا ول کرد رفت ترکیه. خب معلومه همون زنه زنگ میزنه بگه بیا بیا پایین هتل هستن، وقتی میاد سوار ماشین میشه میره اونورتن میگیرن میبرنش، میان رسید بدن به من و شما، میان عکس بگیرن، میان ویدیو بگیرن. ای داد بیداد، اون وقت شما روشن فکر ما هستی؟ شما ژورنالیست ما هستی؟ رفتید دانشگاه آرت ژورنالیست بیرون اومدی؟ هی داد. البته بذارید بهتون بگم، دفینیشن یعنی معنی ژورنالیست اینه که یه کسی برای یک دستگاهی که برادکست میکنه برنامه بنویسه. اصلا بذارید بهتون نشون بدم که فکر نکنید، خودتون بزنید، بزنید روی دیکشنری ژورنالیست، ژورنالیست کجا سلام. اینا رو ما نمیدونیم، چون نمیدونیم از اسم خوشمون اومده، مثلا ورداشتیم اینو نوشتیم برای این عکسی که اون وقتی دنبالش میگشتم حالا پیدا شد دوستان، که آقای ملکوتی توی فیسبوکش اینجوری خودشون نوشتن که ایشون ژورنالیستن، که غلطه، همین جمله اولی غلطه، work at journalist غلطه، شغلتون ژورنالیست، work at اسم اونجا رو باید مینوشتین که ننوشتید. خب بعدی رو بهتون نشون بدم، اینو نشون دادم دیگه نه، یا حواسم اون بر بود. خب بعدی تعریف ژورنالیست،
ای داد بیداد. نه اینم نیست، این هم نیست. حالا که چیزای دیگه میخوام این پیدا شد، بذار تا اینم پیدا شد اینم براتون بخونم دوستان. این چیزی بود که اون وقتی خوندم، این رو یک آقایی، ببینید آقای ملکوتی عزیز، ایشون ما اینجا با یک آقایی هم به نام عزت الله ملکوتی سالها برنامه داشتیم، حمید نوبرانی. ببینید خوندم یه بار، یه بار دیگه هم میخونم. خبر ربود شدن آقای حسن پور مدیر شبکه اینترنتی سیمای رهایی. آقا این سیمای رهایی هم نبود، این رهایی تیوی بود. اگه بعدم کردتش سیمای رهایی، اونم فکر کرده اگه بزنه سیمای رهایی، هر کی میزنه سیمای آزادی مجاهدین میره اینجا. و جالب اینه خیلی ها من گفتن آقا این مجاهد مواظبش باش، حالا مجاهدا اومدن میگن که آقا این نمیدونم مزدوره. عجب روزگاریه با. پیدا نمیکنم اون تعریف ژورنالیست رو، بذارید ببینم شاید آها اینجا با گذاشتم. ببینید اینجا اینجوری، این ژورنالیست، ژورنالیست، ژورنال که همین شما کتابای روزانه تون هم بنویسید میشه ژورنال نوشتید. ببینید ژورنالیست: a person who writes for newspaper or magazines or prepare news to be broadcast on radio or television. میگه کسی که برای روزنامه ها نویسندگی میکنه، یا برای مجلات یا برای پیپرز، حالا دیگه همه چی رو اینجا میگن پیپر، انتشارات، یا اینکه تا برادکست بشه رو تلویزیون و یا رو روزنامه و اینها، یا رو تلویزیون و اینها. بله خب از این لحاظ شما ژورنالیست هستید، ولی ژورنالیست و به معنی خبرنگار و گزارشگر که بری مثلا از جنگ ویتنام بیاری افتضاحاتشون رو نشون بدید، شما یه دونه کار ژورنالیستی اینجوری به من نشون بده که رفته باشی تحقیق کرده باشی در زمان شاه گند یه چیزی رو بالا آورده باشی، رفته باشی تحقیق کرده باشی در زمان بعد از انقلاب گند یه چیزی برای آورده. الان هم که فکر میکنی ژورنالیستی، نشستی در منزلت وقتی که اون مینویسه، عزیزان مینویسه، رادیو فردا مینویسه، اون وقت شما تازه میگی که نه این نمیدونه، این نمیدونه، این نمیدونه، منم نمیدونم چون هنوز زوده. روزگار غریبی است نازنین. خب جبهه ملی ایران اگر جالب بود استفاده کنید. این یه دوستی یک مقاله ای رو نوشته در رابطه با اینکه الهیات مسیحی فلسفه نیست. این دوستمون میگه که حدود 700 تا 1000 سال از 3000 سال تاریخ ثبت شده فلسفه، فلسفه غرب را امروزه فلسفه قرون وسطا و یا فلسفه صده های میانه اروپا مینامند. این دوره همچون شبی تیره و ظلماتی میان عصر باستان و دوره رنسانس قرار داشت. تفتیش عقاید، این همون مدیوال هست دیگه نه؟ فکر کنم قرون وسطا دیگه. یا عقاید یعنی انگلیسیشون که در آن در پایان موجب مرگ و اعدام 30,000 نفر فقط در اسپانیا شد، در کشور پرتغال تا قرن 19 روشنگران و مبارزان منتقد دین مسیح را به قتل می‌رساندند. گویا این فلسفه رو می‌خواستن مثل زرتشت و اینها به صورت یه فلسفه، نه به صورت یه دین و مذهب. تازه مسیحیت هم مذهبه فکر کنم، دین نه، این دین و مذهب و اینها هم ما قاطی کردیم، چون خود همین مسیحیت چند رقم مذهب مختلف داره، پروتستان، اونایی که مخالفت کردن، کاتولیکا، اون یکی دیگه. برید ببینید یه خیابون که رد میشید چند تا کلیسا، هر یک کلیسا اساس و برنامهشون فرق میکنه. من چون میرم عروسی ویدیو میگیرم از این مذهبای مختلف، میدونم که هر کدومشون واقعا چقدر با اون یکی دیگه فرق میکنه و به اصطلاح از مراسمشون گرفته، بعضی هاشون به طلاق باور ندارن و الی آخر. این دوستمون که این رو فرستاده بود، من براش نوشتم که اگر دوست داشتید اولا بنویسید که این نوشته مال شماست یا مال کسی دیگه است. دوم از اون اگر این خوبه، حالا یه صفحه بیشتر نیست، بذار من همینجوری به صورت خیلی تون بهتون نشون بدم، اگه دوست داشتید بگید براتون بفرستم همین نوشته‌ای که
نوشته الهیات مسیحی فلسفه نیست. اوکی بفرم. الحمدلله این یکی انشا نوشته، چون تو هم نوشته یه صفحه شده. مسیحیت در آغاز ادعا نمود که دین یک فلسفه جدید است. آنها کوشیدند در رقابت با فلسفه یونان و فلسفه باستان به سوالات مشکل و بی جواب 1500 سال پیش پاسخ دهند. اگر پرهیزکار یونانی قبلا دانایی و عدالت و میان روی و زیبایی و زیباشناسی و شجاعت بود، تقواهای مسیحی شامل عشق و ایمان و امید گردید. به نظر آنها پایه تفکر نباید خرد و عقل، بلکه وحی و پیام الهی باشد. یعنی نخست ایمان و سپس شناخت. این از این ماجرا. آقای چمنارا اون روز صحبت کردن، بعد روی فیسبوک دعوت کردن از یکی آقای دکتر کاظم افشارها و یکی دکتر حمید میرزا آقاسی. من از آقای افشارها، یعنی نوشته آقای چمنارا رو، چون روی فیسبوک بود و آقای افشارها فیسبوک رو چک نمی کنن، برای ایشون فرستادم و ایشون قبول کردن که به اصطلاح مناظره‌ای داشته باشن. به مجرد اینکه این دوتا دوست ما قبول کنن کی، کجا، چه ساعتی، چه به چه طریقی، من این برنامه رو به شما اعلام میکنم. روز چهارشنبه، یعنی دو روز دیگه، باز با آقای یزدان خدا بندلو خواهیم بود. ایشون یه مقاله جدیدی نوشته، یا مقاله قدید ولی جدید گذاشته اونجا، برای من جدیده حداقل، که کمونیست های ما هم مثل به اصطلاح باورمندهای دینی بودن. اونم مقاله جالبی بود، من امروز صبح خوندم. و ایشون در این مورد و در دو مورد قبلی، جمهوری ایرانی و هویت ملی، صحبت خواهند کرد. اگر پرسشی دارید از ایشون، یا با خودشون مستقیما تماس بگیرید یا بنویسید و براتون اینجا ما مطرح میکنیم، از ایشون میپرسیم. و اما هنراند، آها، این علی آقا تون مینویسه، نمیدونم این هنرمند بوده، ایشون نوشته هنران، همون درباره پرینس فورمر دراگ دیلر ریویلز اکستند آف هیز ادیکشن، ایشون هم برامون فرستاده، ممنونم. و میگه که اینجا شیراز پایتخت عربستان، اینجا شیراز پایتخت عربستان سعودی نیست. از اسمای خیابونا و اینها برای این دوستم نوشتم که خیلی ناراحت نباش، این نیز بگذرد. امیدواریم حکومت بعدی عاقل باشه، اسامی خودش و خانوادش و اینها رو نذاره، اسامی دین و مذهب رو نذاره، افراد که توی اون شهر بودن، توی اون کشور بودن، خدماتی انجام دادن، محلهایی که به اصطلاح سرشناس و معروفه بذارن. بین بزرگترین اشتباهی که شاه کرد اون سرود ای ایرانی که اون بعد از ماجرای جنگ و اینها ساخته بودن، اون آقای گلگلاب و کی خالقی، این رو اگه گذاشته بود سرود ملی ما، که حالا بعضیا هی اشتباه میکنن مینسن سرود ملی، این نیست سرود، هیچ وقت این نشنال انتم نبوده، این سرود ایرانه. و متاسفانه سرود شاهنشاهی رو گذاشت به عنوان سرود ملی و دیدید که اینها عوض کردن. اگه اون رو گذاشته بود سرود ملی، اینها جرئت نمیکردن عوض کنن. یک کاری کنید که اون شعری که گفت هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان، برای شما هم اونجوری صدق کنه که ببینید اینایی که خوبی کردن، البته انوشیروان هم اونجوری که میگن خوبی نکرده، چه به سرشون آمد. حالا شماها که بدی میکنین چه به سرتون میاد. ببینم این چیه که با همین نوشتش گذاشتم اینجا. بله دیس اسپاتد، آها، اینم یه عکس قشنگه. من نمیدونم واقعا این عکس ها تو طبیعت، حالا هر چی بگی اتفاق میفته، ولی اینها اتفاق میفته یا بعضی ها هنرمندانه بلدن این عکس ها رو درست کنن. به نظر من میاد که این عکس ها درسته. نوشته که یه شیری توی این بیابان، فاکس یعنی همون روباه،
یک روبایی رو که زخمی هم شده بوده دیده و ببینید اون روبایه با اون صداهای بدی که در میاره و اینها، موهای پشت بدنش رو نگاه کنید، این حیوانا موهای پشت بدنشون وقتی اینجوری سیخ میشه یعنی هم ترسیدن هم میخوان حمله کنن، و این با چه نگاهی آرام داره نگاهش میکنه. حالا ببینید بعدش چه اتفاقی میفته. بعد اون شیر نر و ماده و اینا دوتاشون حالا اومدن اینجا وایسادن نگاه به این میکنن. بعد این شانس آورده این فاکس یا روبا که این شیر و این خانواده دار بودن و بچه های خودشون هم اینجاست و میبینید که این عاقبت به خیر شده. میگه که بله این بچه ها هم آمدند و بعد به نظر میرسه که آها اینجا میگه با وجودی که شیر میخواست حمله کنه، ببینید اینا وقتی پاشونو اینجوری میگیرن معمولا با این پا بلند میکنن میزنن تو سر اون چیز که گیجش کنن و این میخواسته بزنه و اینها. بعد میگه که ببینید به این نتیجه رسیدن که ای بابا اینم مثل بچه خودمون. ولی این عکسه میبینید اینجا، این به نظر میرسه دو تا فاکس هست، دو تا روبا هست، یه عکس این نمیدونه چه، این یه عکس اینجا هست این کناره، یه عکس اینجا هست، این یه فاکس، یک در صورت این هم چیزای طبیعته که بعضی وقتا نشون میده که واقعا اون شعری که میگفت از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، ما باید بگیم حیوانم آرزوست، چون این حیوانها اقلا هم جنس خودشون رو پاره نمی کنن. ممکنه وقتی گرسنه هستن به دیگری حمله کنن برای خوراک و اینها، ولی اقلا هم جنس خودشون رو تیکه پاره نمی کنن. ولی ما میبینیم که چه میکنن. و اما دولت تاجیکستان ریش 13,000 نفر اسلامگرای افراطی را تراشید. این رو هم آها بذارید من این رو نشون بدم، اون مهم نیست. آقای مرداد سیروس ملکوتی نگاه کنید دوست عزیز، این چیزی بود که گفتم بهتون که طرف میاد به دختر رئیس جمهور آمریکا که زنده است اینجا نشسته، بابا وکیل، باباش کلینتون وکیل، مامان وکیل، خودشم دیگه از این دوتا خیلی ببخشید پدر سوخته تر، ولی میگه که زمانی که بیل کلینتون اون ماجرای مانیکا لوینسکی براش پیش آمد و رابطه داشت و خانمش باهاش وایساد، خیلی از زنا از کاری که خانم کلینتون کرد خوششون آمد، گفتن برای مردش وایساده و بخشیدتش. خیلی ها ازش متنفر شدن، گفتن اینم مثل بیل کلینتون کثیفه که تونسته با اون وایسه. بعدن میگه حالا امروز خبری در رسانه های آمریکا میچرخد که این است که خانم هیلری کلینتون هم رازی داشته که به همین دلیل نخواسته بود تا بیش از حد در مورد مسئله بیل و مونیکا وسواس نشان دهد. آن راز بزرگ چه می توانسته باشد؟ اینکه چلسی در حقیقت حاصل رابطه هیلری و مردی است به نام وبستر هابل. این وبستر هابل رو وب هم میگن اینجا، وب هابل، که در سال 1984 زمانی که بیل کلینتون یک سناتور بود او را به مقام ریاست دادگستری دیوان عالی کشور در ایالت آرکانزاس گمارد و در دوران ریاست جمهوریش این مرد را به مقام معاونت دادستان کل کشور ارتقا درجه داد. گفته می شود که وبستر هابل در سال 2014 کتابی منتشر کرد به نام دوستان عالی مقام. در هر صورت این ویدیویی که اینجا هست و ما نمیتونیم نشون بدیم، شما آقای ملکوتی برات میفرستم، برو نگاه کن ببین اینجا توی آمریکا، من بابا اروپام بودم، حالا آلمانم بودم اتفاقا، اینجوری که شما فکر میکنید نیست که اگه آقای عزیزان تماس گرفته با خانواده این با یه خبری با یک چیز چی میگن به اصطلاح مأخذ، نمیدونم چی بگم، یک چیزی که این بهش اطمینان داشته، اینم تازه اگه فردا اومدم میگه آقا اینها من زنگ زدم به فلانی، اینم تلفنش، اون گفته که آقا اینو تو چیز دو. به نظر من شما کارتون یعنی انتظاری که من داشتم یا شاید اون اعتباری که خودتون فکر میکنید بعضیا به شما داشتن، اون اعتبار شما الان متزلزل شده برای من. خیلی چیزهای دیگه دارم بخونم ولی 1 ساعت و 58 دقیقه با شما بودم، اجازه بدید که بیش از این برای خودم دشمن پیدا نکنم. اگر شما هم هستید مایل هستید برای خودتون دشمن پیدا کنید، از اینجا شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید.
از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. همونجوری که در اول برنامه گفتم، حمایت کنید مالی و ارسال ویدیوی ما به دوستانتون روی فیسبوک، روی اسکایپ، روی تلگرام، روی هر چیز دیگه. حقیقتش من این تلگرام اصلا قابل استفاده نمیبینم برای کاری که انجام میدم. خب من روی یه چیزی میزنم روی فیسبوک برای 8000 خورده میره، حالا بیام روی تلگرام یکی بذارم، تازه هم کانال درست کردم همین I don't know. و اما اینجا نوشتم که اعلام برنامه ها پس از برنامه من. بعد از برنامه من میریم سراغ کانون آوا، پس از اون آقای ارشاد، بعد از اون آقای مینویی، بعد از اون آقای شبستری و بعد از اون کیان ایران. برنامه آقای مینویی متاسفانه هفته قبل خیلی اشکال داشت. این آقای امید امیدوار دوستمون هر هفته سیستمش رو عوض میکنه و میدونم دلیلش اینه که میخواد پول نده. آقای امیدوار سرویس مجانی، بابا دیگه تو آمریکا هستی، there is no free lunch، نهار مجانی وجود نداره و هر کی میخواد یه چیزی مجانی بهت بده میخواد یه کلاهی دیگه سرت بذاره. 90 دقیقه برنامه بنده خدا آقای مینوی اجرا میکنه، زحمت میکشه، یه هفته میره این مقاله و اینها رو آماده میکنه، 48 دقیقهش ما فهمیدیم. حالا اگر بشه چهارشنبه 5 بعد از ظهر مستقیما با خود آقای مینوی هستیم 1 ساعت. اینم از این ماجرا. پس روز روزگار بر شما خوش، به امید دیدارتون. چهارشنبه 2 بعد از ظهر سربی با مردم، 3 بعد از ظهر با آقای خدابنده خواهیم بود، یزدان خدابنده، بعدش هم میریم شاملو و آقای یدالله طارمی و اینا رو گوش میکنیم، ساعت 5 بعد از ظهر با آقای مینویی لایو. امیدواریم همه به اصطلاح وسایل ارتباطی هم درست بشه تا ما اینو که میذاریم روی یوتیوب دوستان بگن بابا اگر این صدا و تصویره پس اون چرا. ضمن این که آقای مینویی صداش از اونجا یه اشکالی داره، بهشون گفتم که از این ابرهایی که به عنوان فیلتر میذاریم روی میکروفون استفاده کنن، چون وقتی صحبت نمیکنن فیدبک میشه. حالا امیدوارم اینم رفع بشه. بیشتر از این تکنیکی براتون، تکنیکالی براتون صحبت نکنم. روز روزگار بر شما خوش. آهان آقای عزیزانم، اگر ویدیو تو برنامه آزاد خودش تلویزیون آزاد درست کنه درست کنه، اگه خواست اینجا میتونه 10 دقیقه 15 دقیقه مهمون من باشه و بی خود نیست که عزیزان رو با تلویزیون مردم میشناسن، برای که من به ایشون بالو پر دادم روز که اومده بود اینجا تظاهرات مجاهدین، مجاهدینی که بین اون توهین میکنین، این برای شما اومده بود، این رانندگی کرده بود از آتلانتا تا اینجا، یکی یکی همه رو از خودتون فراری دادید، بعدم هم میگید اینا یه چیشون میشه. نه بابا، شما یه چیتون میشه که این همه فرار کردن. آقای عزیزان زنگ زد به من، اصلا نمیشناختمش، یه عکسی گذاشته بود، اون عکسه گفتم این شما هستی؟ گفت نه بابا این آقای آمریکایی فلان. گفتم من شما رو نمیشناسم. بعد آمد و برنامه زد و بعد رفت با دکتر نمیدونم کوفت و زهرمار تلویزیون زد و نگرفت و رفت و هرچ، ماجراش اینه. امروز اونجاست، اگه خواست میتونه برنامه بذاره، اگه نه برنامه خودش ویدیو بذاره روی یوتیوب، روی وبسایت، روی فیسبوک، ما هم اینجا براش یه بار پخش میکنیم. مرسی که با ما بودید. روز روزگار بر شما خوش.